بسم الله الرحمن الرحیم. پیشگفتار. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. الحمد لله وسبحانك اللهم صل على محمد وآله مظاهر جمالك وجلالك وخزائن أسرار كتابك الذي تجلى فيه الاحدیت به جمیع اسمائک حتی المستأثر منها الذي لا يعلمه غيرک و اللعن على ظالمیهم اصل الشجرة الخبیثة. و بعد، این جانب مناسب می دانم که شمعی کوتاه و قاصر در باب ثقلین تذکر دهم، نه از حیث مقامات غیبی و معنوی و عرفانی که قلم مثل منی عاجز است از جسارت در مرتبه ای که عرفان آن بر تمام دائره وجود از ملک تا ملکوت و از اونجا تا لاهوت و اون که در فهم من و تنایت سنگین و تحمل اون فوق طاقت اگر نگوییم ممتنع است، و نه از اون که بر بشریت گذشته است از محجور بودن از حقایق مقام والای ثقل اکبر و ثقل کبیر که از هر چیز اکبر است جز ثقل اکبر که اکبر مطلق است، و نه از اون که گذشته است بر این دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان و طاغوتیان بازیگر که شمارش آن برای مثل منی میسر نیست با قصور اطلاع و وقت محدود، بلکه مناسب دیدم اشاره ای گذرا و بسیار کوتاه از اون که بر این دو ثقل گذشته است بنمایم، شاید جمله لن یخترقا حتی یردا علی الحوض اشاره باشد بر این که بعد از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هرچه بر یکی از این دو گذشته است بر دیگری گذشته است و مهجوریت هر یک مهجوریت دیگری است، تا اونگاه که این دو مهجور بر رسول خدا در حوض وارد شوند. و آیا این حوض مقام اتصال کثرت به وحدت است و اضمحلال قطرات در دریاست یا چیز دیگر که به عقل و عرفان بشری راهی ندارد؟ و باید گفت اون ستمی که از طاغوتیان بر این دو ودیعه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بر امت مسلمان بلکه بر بشریت گذشته است که قلم از آن عاجز است. و ذکر این نکته لازم است که حدیث ثقلین متواتر بین جمیع مسلمین است و کتب اهل سنت از صحاح ششگانه تا کتب دیگر ایشان با الفاظ مختلفه و موارد مکرره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به طور متواتر نقل شده است، و این حدیث شریف حجت قاطع است بر جمیع بشر به ویژه مسلمانان مذاهب مختلف، و باید همه مسلمانان که حجت بر آنان تمام است جوابگوی آن باشند، و اگر عذری برای جاهلان بی خبر باشد برای علماء مذاهب نیست. اکنون ببینیم چه گذشته است بر کتاب خدا این ودیعه الهی و ما ترک پیغمبر اسلام
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مسائل اسف‌انگیزی که باید برای آن خون گریه کرد، پس از شهادت حضرت علی علیه السلام شروع شد. خودخواهان و طاغوتیان قرآن کریم را وسیله‌ای کردند برای حکومت‌های ضد قرآنی و مفسران حقیقی قرآن و آشنایان به حقایق را که سراسر قرآن را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دریافت کرده بودند و ندای انی تارکم فیکم الثقلین در گوششان بود، با بهانه‌های مختلف و توطئه‌های از پیش تهیه شده آنان را عقب زده و با قرآن، در حقیقت قرآن را که برای بشریت تا ورود به حوض بزرگترین دستور زندگانی مادی و معنوی بود و امت، از صحنه خارج کردند و بر حکومت عدل الهی که یکی از آنها، یکی از آرمانهای این کتاب مقدس بوده و هست، خط بطلان کشیدند و انحراف از دین خدا و کتاب و سنت الهی را پایه‌گذاری کردند، تا کار به جایی رسید که قلم از شرح آن شرمسار است و هرچه این بنیان کج به جلو آمد، تجیها و انحرافها افزون شد، تا اونجا که قرآن کریم را که برای رشد جهانیان و نقطه جمع همه مسلمانان، بلکه عائله بشری، از مقام شامخ احدیت به کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله تنزل کرد که بشریت را به اون چه باید برساند، و این ولیده علم الاسماء را از شر شیاطین و طاغوت‌ها رها سازد و جهان را به قسط و عدل رساند و حکومت را به دست اولیاء الله معصومین علیهم صلوات الاولین و الاخرین بسپارد، تا آنان به هر که صلاح بشریت است بسپارند. چنان از صحنه خارج نمودند که گویی نقشی برای هدایت ندارد و کار به جایی رسید که نقش قرآن به دست حکومت‌های جائر و آخوندهای خبیث بدتر از طاغوتیان وسیله ای برای اقامه جور و فساد و توجیه ستمگران و معاندان حق تعالی شد و مع الاسف به دست دشمنان توطئه‌گر و دوستان جاهل، قرآن، این کتاب سرنوشت ساز، نقشی جز در گورستانها و مجالس مردگان نداشت و ندارد و اون که باید وسیله جمع مسلمانان و بشریت و کتاب زندگی آنان باشد، وسیله تفرقه و اختلاف گردید و یا به کلی از صحنه خارج شد، که دیدیم اگر کسی دم از حکومت اسلامی برمی آورد و از سیاست که نقش بزرگ اسلام و رسول بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن و سنت مشهون آن است سخنی می گفت، گویی بزرگترین معصیت را مرتکب شده و کلمه آخوند سیاسی موازن با آخوند بیدین شده بود و اکنون نیز هست و اخیراً قدرت‌های شیطانی بزرگ به وسیله حکومت‌های منحرف خارج از تعلیمات اسلامی که خود را به دروغ به اسلام بسته‌اند، برای محو قرآن و تثبیت مقاصد شیطانی ابرقدرت‌ها، قرآن را با خط زیبا طبع می‌کنند و به اطراف می‌فرستند و با این حیله شیطانی قرآن را از صحنه خارج می‌کنند. ما همه دیدیم قرآنی را که محمد رضا خان پهلوی طبع کرد و عده‌ای را اغفال کرد و بعضی آخوندهای بیخبر از مقاصد اسلامی مداح او بودند و می‌بینیم که ملک فهد هر سال تعداد زیادی از ثروت‌های بی پایان مردم را صرف طبع قرآن کریم و مجال تبلیغات مذهب ضد قرآنی می کند و وهابیت
این مذهب سراپا بی اساس و خرافاتی را ترویج می کند و مردم و ملتهای غافل را سوق به سوی ابرقدرتها می دهد و از اسلام عزیز و قرآن کریم برای حدم اسلام و قرآن بهره برداری می کند. ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو به مذهبی است که می خواهد حقایق قرآن که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می زند از مقبره ها و گورستان ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فناونیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می کشاند نجات دهد. و ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب این بنده رها شده از تمام قیود مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست. ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است از امام معصوم ماست. ما مفتخریم که ائمه معصومین از علی ابن ابی طالب علیه السلام گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی صاحب زمان علیهم آلاف التحیت و السلام که به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور است ائمه ما هستند. ما مفتخریم که ادعیه حیات بخش که او را قرآن ساعد می خوانند از ائمه معصومین ماست. ما به مناجات شعبانیه امامان و دعای عرفات حسین ابن علی علیه السلام و صحیفه سجادیه این زبور آل محمد و صحیفه فاطمیه که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه است از ماست. ما مفتخریم که باقرالعلوم بالاترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خدای تعالی و رسول صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد از ماست. و مفتخریم که مذهب ما جعفری است که فقه ما که دریای بی پایان است یکی از آثار اوست. و ما مفتخریم به همه ائمه معصومین علیهم صلوات الله و متعهد به پیروی آنانیم. ما مفتخریم که ائمه معصومین ما صلوات الله و سلامه علیهم در راه تعالی دین اسلام و در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازی حکومت‌های جائرانه و طاغوتیان زمان خود شهید شدند. و ما امروز مفتخریم که می‌خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار مختلفه ملت را در این راه بزرگ سرنوشت ساز سر از پا نشناخته جان و مال و عزیزان خود را نثار راه خدا می کنند. ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند و آنان که توان جنگ دارند در آموزش نظامی که برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی از واجبات مهم است شرکت و از محرومیت هایی که توطئه دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتی که دشمنان برای منافع خود به دست نادانان و بعضی آخوندهای بی اطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند خارج نمودند و آنان که توان جنگ ندارند در خدمت پشت جبهه به نحو ارزشمندی که دل ملت را از شوق و شعف به لرزه در می آورد و دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از خشم و غضب می لرزاند اشتغال دارند. و ما مکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه علیها سلام الله فریاد می زنند که فرزندان خود را از دست داده
و در راه خدای تعالی و اسلام عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به این امر و می دانند اون چه به دست آورده اند بالاتر از جنات نعیم است، چه رسد به متاع ناچیز دنیا. و ملت ما بلکه ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به این که دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسلام عزیزند درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایت کارانه خود دست نمی کشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پشت خود پست خود دوست و دشمن را نمی شناسند و در رأس آنان آمریکا این تروریست به ذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده و هم پیمان او صهیونیست جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب می شود که قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند و خیال ابلهانه اسرائیل بزرگ آنان را به هر جنایتی می کشاند و ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند که دشمنان آنها حسین اردنی این جنایت پیشه دورگرد و حسن و حسنی مبارک هم آخر با اسرائیل جنایتکارند و در راه خدمت به امریکا و اسرائیل از هیچ خیانتی به ملتهای خود روی گردان نیستند. و ما مفتخریم که دشمن ما صدام افلاقی است که دوست و دشمن او را به جنایتکاری و نقض حقوق بین المللی و حقوق بشر می شناسند و همه می دانند که خیانتکاری او به ملت مظلوم عراق و شیخ نشینان خلیج کمتر از خیانت به ملت ایران نباشد. و ما و ملتهای مظلوم دنیا مفتخریم که رسانه های گروهی و دستگاه های تبلیغات جهانی ما و همه مظلومان جهان را به هر جنایت و خیانتی که ابرقدرت‌های جنایتکار دستور می‌دهند متهم می‌کنند. کدام افتخار بالاتر و والاتر از این که آمریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و برگ‌های جنگیش و اون همه دولت‌های سرسپرده‌اش و به دست داشتن ثروت‌های بی‌پایان ملت‌های مظلوم عقب افتاده و در دست داشتن تمام رسانه‌های گروهی در مقابل ملت غیور ایران و کشور حضرت بقیت الله ارواح و نال مقدم هلفدا اونچنان وامانده و رسوا شده است که نمی‌داند به که متوسل شود و رو به هر کس می‌کند جواب رد می‌شنود و این نیست جز به مددهای غیبی حضرت باری تعالی جلت عظمته که ملتها را به ویژه ملت ایران اسلامی را بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده. من اکنون به ملتهای شریف ستم دیده و به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرق ملحد و نه به غرب ستمگر کافر وابسته است بلکه به صراطی که خداوند به انسانها نصیب فرموده است محکم و استوار و متعهد و پایدار پایبند بوده و لحظه‌ای از شکر این نعمت غفلت نکرده و دستهای ناپاک عمال ابرقدرت‌ها چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی تزلزلی در نیت پاک به اراده آهنین آنان رخنه نکنند و بدانند که هرچه رسانه‌های گروهی عالم و قدرت‌های شیطانی شرق و غرب اشتلم می‌زنند دلیل بر قدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. انه ولی النعم و به یده ملکوت کل شیء. و با کمال جد و عجز از ملت‌های مسلمان می‌خواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان و دل و جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنند. از آن جمله دست از فقه سنتی که بیان کرده مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت هاست چه احکام اولیه و چه ثانویه
که هر دو مکتب فقه اسلامی است ذره‌ای منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحرافی مقدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است و از اون جمله از نماز جمعه و جماعت که بیانگر سیاسی نماز است هرگز غفلت نکنند که این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمهوری اسلامی ایران است و از اون جمله مراسم عزاداری ائمه اطهار و به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات وافر الهی و انبیاء و ملائکت الله و صلحا بر روح بزرگ حماسی او باد هیچگاه غفلت نکنند و بدانند اون که دستور ائمه علیهم السلام برای بزرگ داشت این حماسه تاریخی اسلام است و اون که لعن و نفرین بر ستمگران آل بیت است تمام فریاد قهرمانانه ملت هاست بر سردمداران ستم پیشه در طول تاریخ الی الابد. و می دانید که لعن و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه لعنت الله علیهم با اون که آنان منقرض و به جهنم ره سپار شده اند فریاد بر سر ستمگران جهان و زنده نگه داشتن این فریاد ستم چکن است و لازم است در نوحه ها و اشعار مرثیه و اشعار ثنای از ائمه حق علیهم السلام به طور کوبنده فجایع و ستمگری های ستمگران هر عصر و مصر یادآوری شود و در این عصر که عصر مظلومیت جهان اسلام به دست آمریکا و شوروی و سایر وابستگان با آنان و از اون جمله آل سعود این خائنین به حرم بزرگ الهی لعنت الله و ملائکته و ملائکته و رسوله علیهم است به طور کوبنده یادآوری و لعن و نفرین شود و همه باید بدانیم که اون چه موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم سیاسی است که حافظ ملیت مسلمین به ویژه شیعیان ائمه اثنا عشر علیهم صلوات الله و سلم و اون چه لازم است تذکر دهم آن است که وصیت سیاسی الهی این جانب اختصاص به ملت عظیم الشأن ایران ندارد بلکه توصیه به جمیع ممالک اسلام ملل اسلامی و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب می باشد. از خداوند عزوجل عاجزانه خواهانم که لحظه ای ما و ملت ما را به خود واگذار نکند و از عنایات غیبی خود به این فرزندان اسلام و رزمندگان عزیز لحظه ای دریغ نفرماید. روح الله الموسوی الخمینی. بسم الله الرحمن الرحیم. اهمیت انقلاب شکوهمند اسلامی که دستاورد میلیون ها انسان ارزشمند به هزاران شهید جاوید آن و آسیب دیدگان عزیز این شهیدان زنده است و مورد امید میلیون ها مسلمانان و مستضعفان جهان است به قدری است که ارزیابی آن از عهده قلم و بیان والاتر و برتر است. این جانب روح الله موسوی خمینی که از کرم عظیم خداوند متعال با همه خطایا مأیوس نیستم و زادراه پرخطرم همون دلبستگی به کرم کریم مطلق است به عنوان یک نفر طلبه حقیر که همچون دیگر برادران ایمانی امید به این انقلاب و بقای دستاوردهای آن و به ثمر رسیدن هرچه بیشتر آن دارم به عنوان وصیت به نسل حاضر و نسلهای عزیز آینده مطالبی هرچند تکراری عرض می نمایم و از خداوند بخشاینده می خواهم که خلوص نیت در این تذکرات عنایت فرماید. 1. ما می دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه‌تر
با تأییدات غیبی الهی پیروز گردید. اگر نبود دست توانای خداوند، امکان نداشت یک جمعیت 36 میلیونی با اون تبلیغات ضد اسلامی و ضد روحانی، خصوص در این 100 سال اخیر، و با اون تفرق افکنی های بی حساب قلمداران و زبان مردان در مطبوعات و سخنرانی ها و مجالس و محافل ضد اسلامی و ضد ملی به صورت ملیت، و اون همه شعرها و بزلگویی ها و اون همه مراکز عیاشی و فحشا و قمار و مسکرات و مواد مخدره که همه و همه برای کشیدن نسل جوان فعال که باید در راه پیشرفت و تعالی و ترقی میهن عزیز خود فعالیت نمایند، به فساد و بیتفاوتی در پیشامدهای خائنانه‌ای که به دست شاه فاسد و پدر بی فرهنگش و دولتها و مجالس فرمایشی که از طرف سفارتخانه های قدرتمندان بر ملت تحمیل می شد، و از همه بدتر وضع دانشگاه ها و دبیرستان ها و مراکز آموزشی که مقدرات کشور به دست آنان سپرده می شد، با بکار گرفتن معلمان و استادان غرب زده یا شرق زده 100% مخالف اسلام و فرهنگ اسلامی، بلکه ملی صحیح با نام ملیت و ملیگرایی، گرچه در بین آنان مردانی متعهد به دلسوز بودند، لکن با اقلیت فاحش آنان و در تنگنا قرار دادنشان کار مثبتی نمی توانستند انجام دهند، و با این همه و ده ها مسائل دیگر، از اون جمله به انزوا و عزلت کشیدن روحانیان و با قدرت تبلیغات به انحراف فکری کشیدن بسیاری از آنان، ممکن نبود این ملت با این وضعیت یک پارچه قیام کند و در سرتاسر کشور با ایده واحد و فریاد الله اکبر و فداکاری های حیرت آور و منفجر آسا تمام قدرت های داخل و خارج را کنار زده و خود مقدرات کشور را و معجزه آسا و فداکاری های حیرت آور و معجزه آسا تمام قدرت های داخل و خارج را کنار زده و خود مقدرات کشور را به دست گیرد. بنابراین شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلاب ها جداست، هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام. و تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است. 2. اسلام و حکومت اسلامی پدیده‌ای الهی است که با بکار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر ستمگری ها و چپاولگری ها و فساد ها و تجاوز ها بکشد و انسان ها را به کمال مطلوب خود برساند، و مکتبی است که برخلاف مکتب های غیر توحیدی در تمام شؤون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته‌ای ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آن پوشیده است. اینک که به توفیق و تأیید خداوند جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد پای ریزی شده، و اون که در این حکومت اسلامی مطرح است اسلام و احکام مترقی آن است، بر ملت عظیم الشأن ایران است که در تحقق محتوای آن به جمیع ابعاد به حفظ و حراست آن بکوشند، که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است که انبیاء اعظام از آدم علیه السلام تا خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم در راه اون کوشش و فداکاری جان فرسا نمودند و هیچ مانعی آنان را از این فریضه بزرگ باز نداشته، و همچنین پس از آنان اصحاب متعهد و ائمه اسلام علیهم صلوات الله با کوشش های توان فرسا تا حد نثار خون خود در حفظ آن پوشیدند.
و امروز بر ملت ایران خصوصا و بر جمیع مسلمانان عموما واجب است این امانت الهی را که در ایران به طور رسمی اعلام شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بار آورده با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند و امید است که پرتو نور آن بر تمام کشورهای اسلامی تابیدن گرفته و تمام دولتها و ملتها با یکدیگر تفاهم در این امر حیاتی بنمایند و دست ابرقدرت‌های عالم‌خوار و جنایتکاران تاریخ را تا ابد از سر مظلومان و ستم دیدگان جهان کوتاه نمایند. این جانب که نفس‌های آخر عمر را می‌کشم به حسب وظیفه شطری از اون که در حفظ و بقای این ودیعه الهی دخالت دارد و شطری از موانع و خطرهایی که آن را تهدید می‌کنند برای نسل حاضر و نسل‌های آینده عرض می‌کنم و توفیق و تأیید همگان را از درگاه پروردگار عالمیان خواهانم. الف. بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همون رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می داند و نسل‌های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همون انگیزه و مقصد. این جانب به همه نسل‌های حاضر و آینده وصیت می‌کنم که اگر بخواهید اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار به استثمارگران خارج و داخل از کشورتان قطع شود، این انگیزه الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهید و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن است، فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف است. و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن است، فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف است. بی جهت نیست که بوق‌های تبلیغاتی در سراسر جهان و ولیده‌های بومی آنان تمام توان خود را صرف شایعه‌ها و دروغ‌های تفرقه افکن نموده‌اند و میلیاردها دلار برای آن صرف می‌کنند. بی انگیزه نیست سفرهای دائمی مخالفان جمهوری اسلامی به منطقه و مع الاسف در بین آنان از سردمداران و حکومت‌های بعضی کشورهای اسلامی که جز به منافع شخص خود فکر نمی‌کنند و چشم و گوش بسته تسلیم آمریکا هستند دیده می‌شود و بعضی از روحانی نماها نیز به آنان ملحقند. امروز و در آتیه نیز آنچه برای ملت ایران و مسلمانان جهان باید مطرح باشد و اهمیت آن را در نظر گیرند، خونسا کردن تبلیغات تفرق افکن خانه برانداز است. توصیه این جانب به مسلمین و خصوص ایرانیان به ویژه در عصر حاضر آن است که در مقابل این توطئه ها عکس العمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود به هر راه ممکن افزایش دهند و کفار و منافقان را مأیوس نمایند. ب. از توطئه های مهمی که در قرن اخیر خصوصا در دهه های معاصر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب آشکارا به چشم می‌خورد، تبلیغات دامنه‌دار با ابعاد مختلف برای مأیوس نمودن ملت‌ها و خصوص ملت فداکار ایران از اسلام است. گاهی ناشیانه و با صراحت به اینکه احکام اسلام که 1400 سال قبل وضع شده است نمی‌تواند در عصر حاضر کشورها را اداره کند، یا اون که اسلام یک دین ارتجاعی است و یا هر نوع آوری و مظاهر و با هر نوع آوری و مظاهر تمدن مخالف است و در عصر حاضر نمی شود کشورها از تمدن جهانی و مظاهر آن کناری گیرند و امثال این تبلیغات ابلهانه و گاهی موذیانه و شیطنت آمیز به گونه طرفداری از قداست اسلام و گاهی موذیانه و شیطنت آمیز به گونه طرفداری از قداست اسلام که اسلام و دیگر ادیان الهی سر و کار دارند با معنویات و تهذیب نفوس و تحذیر از مقامات دنیایی و دعوت به ترک دنیا و اشتغال به عبادات و اذکار و عطیه که انسان را به خدای تعالی نزدیک و از دنیا دور می کند
و حکومت و سیاست و سررشتداری برخلاف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوی است، چه اینها برای تعمیر دنیاست و آن مخالف مسلک انبیاء عظام است. و مع الاسف تبلیغ به وجه دوم در بعضی از روحانیان و متدینان بیخبر از اسلام تأثیر گذاشته. که حتی دخالت در حکومت و سیاست را به مثابه یک گناه و فسق می‌دانستند و شاید بعضی بدانند، و این فاجعه بزرگی است که اسلام مبتلای به آن بود گروه اول که باید گفت از حکومت و قانون و سیاست یا اطلاع ندارند و یا غرضمندانه خود را به بی اطلاعی می‌زنند، زیرا اجراء قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگری و حکومت جائرانه و بست عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کجروی ها و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از استعمار و استثمار و استعباد و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل برای جلوگیری از فساد و تباهی یک جامعه و سیاست و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و انصاف و صدها از این قبیل چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود. این دعوی به مثابه آن است که گفته شود قواعد عقلی و ریاضی در قرن حاضر باید عوض شود و به جای آن قواعد دیگر نشانده شود. اگر در صدر خلقت عدالت اجتماعی باید جاری شود و از ستمگری و چپاول و قتل باید جلوگیری شود، امروز چون قرن اتم است اون روش کهنه شده و ادعای اون که اسلام با نوآوردها مخالف است، همانطور که محمد رضای پهلوی مخلوع میگفت که اینان میخواهند با چهار پایان در این عصر سفر کنند، یک اتهام ابلهانه بیش نیست. زیرا اگر مراد از مظاهر تمدن و نوآوردها اختراعات و ابتکارات و صنعتهای پیشرفته که در پیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هیچگاه اسلام به هیچ مذهب توحیدی با اون مخالفت نکرده و نخواهد کرد، بلکه علم و صنعت مورد تأکید اسلام و قرآن مجید است. و اگر مراد از تجدد و تمدن به اون معنی است که بعضی از روشنفکران حرفه‌ای میگویند که آزادی در تمام منکرات و فحشا، حتی همجنس بازی و از این قبیل، تمام ادیان آسمانی و دانشمندان و عقلا با اون مخالفند، گرچه غرب و شرق زدگان به تقلید کورکورانه آن را ترویج کنند. و اما طایفه دوم که نقشه موذیانه دارند و اسلام را از حکومت و سیاست جدا می دانند، باید به این نادانان گفت که قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله اونقدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند، بلکه بسیار از احکام عبادی اسلام عبادی سیاسی است که قفلت از اونها این مصیبت‌ها را به بار آورده. پیغمبر اسلام تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومت‌های جهان، لکن با انگیزه بست عدالت اجتماعی، و خلفای اول اسلامی حکومت‌های وسیع داشتند و حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام نیز با همان انگیزه به طور وسیع‌تر و گسترده‌تر از واضحات تاریخ است و پس از آن به تدریج حکومت به اسم اسلام بوده و اکنون نیز مدعیان حکومت اسلامی به پیروی از اسلام و رسول اکرم صلی الله علیه و آله بسیارند. این جانب در این وصیت نامه با اشاره می‌گذرم، ولی امید آن دارم که نویسندگان و جامعه شناسان و تاریخ نویسان مسلمانان را از این اشتباه بیرون آورند و اون چه گفته شده و می‌شود که انبیا علیهم السلام به معنویات کار دارند و حکومت و سررشداری دنیایی مترود است و انبیا و اولیاء و بزرگان از آن احتراز می‌کردند و ما نیز باید چنین کنیم، اشتباه تأسف‌آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملت‌های اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار است. زیرا آن که مردود است حکومت‌های شیطانی و دیکتاتوری و ستمگری است که برای سلطه‌جویی و انگیزه‌های منحرف و دنیایی که از آن تحذیر نموده اند جمع آوری ثروت و مال و قدرت طلبی و طاغوت گرایی است.
و بالاخره دنیایی است که انسان را از حق تعالی غافل کند. و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان ابن داوود و پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و اوصیاء بزرگوارش برای آن کوشش می‌کردند. از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است، چنانچه سیاست سالم که در این حکومت‌ها بوده از امور لازمه است. باید ملت بیدار و هوشیار ایران با دید اسلامی این توطئه ها را خونسا نمایند و گویندگان و نویسندگان متعهد به کمک ملت برخیزند و دست شیاطین توطئه‌گر را قطع نمایند. جیم. و از همین قماش توطئه ها و شاید موذیانه تر شایعه های وسیع در سطح کشور و در شهرستان ها بیشتر بر اینکه جمهوری اسلامی هم کاری برای مردم انجام نداده و بیچاره مردم با اون شوق و شعف فداکاری کردن که از رژیم ظالمانه طاغوت رهایی یابند، گرفتار یک رژیم بدتر شدند. مستکبران مستکبرتر و مستضعفان مستضعفتر شدند. زندانها پر از جوانان که امید آتی کشور است می باشد و شکنجه ها از رژیم سابق بدتر و غیر انسانی تر است. هر روز عده‌ای را اعدام می کنند به اسم اسلام و ای کاش اسم اسلام روی این جمهوری نمی گذاشتند. این زمان از زمان رضاخان و پسرش بدتر است. مردم در رنج و زحمت و گرانی سرسام‌آور غوطه می خورند و سردمداران دارن این رژیم را به رژیم کمونیستی هدایت می کنند. اموال مردم مصادره می شود و آزادی در هر چیز از ملت سلب شده و بسیاری دیگر از این قبیل امور که با نقشه اجرا می شود. و دلیل اون که نقشه و توطئه ای در کار است اون که هر چند روز یک امر در هر گوشه و کنار و در هر کوی و برزن سر زبان ها می افتد. در تاکسی ها همین مطلب واحد و در اتوبوس ها نیز همین و در اجتماعات چند نفره باز همین صحبت می شود و یکی که قدری کهنه شد یکی دیگر معروف می شود. و مع الاسف بعض روحانیون که از حیله های شیطانی بیخبرند با تماس یکی دو نفر از عوامل توطئه گمان می کنند مطلب همان است و اساس مسئله آن است که بسیاری از آنان که این مسائل را می شنوند و باور می کنند اطلاع از وضع دنیا و انقلاب های جهان و حوادث بعد از انقلاب به گرفتاری های عظیم اجتناب ناپذیر آن ندارد. چنانچه اطلاع صحیح از تحولاتی که همه به سود اسلام است ندارند و چشم بسته و بیخبر امثال این مطالب را شنیده و خود نیز با غفلت یا عمد به آنان پیوسته اند. این جانب توصیه می کنم که قبل از مطالعه وضعیت کنونی جهان و مقایسه بین انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلابات و قبل از آشنایی با وضعیت کشورها و ملتهایی که در حال انقلاب و پس از انقلابشان بر آنان چه می گذشته است و قبل از توجه به گرفتاری های این کشور طاغوت زده از ناحیه رضاخان و بدتر از اون محمد رضا که در طول چپاولگری هایشان برای این دولت به ارث گذاشته اند، از وابستگی های عظیم خانمانسوز تا اوضاع وزارتخانه ها و ادارات و اقتصاد و ارتش و مراکز عیاشی و مغازه های مسکرات فروش و ایجاد بی‌بندوباری در تمام شؤون زندگی و اوضاع تعلیم و تربیت و اوضاع دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها و اوضاع سینماها و اجتکده‌ها و وضعیت جوان‌ها و زن‌ها و وضعیت روحانیون و متدینین و آزادی جوانان متعهد و بانوان عفیف ستم دیده و مساجد در زمان طاغوت و رسیدگی به پرونده اعدام شدگان و محکومان به حبس و رسیدگی به زندان‌ها و کیفیت عملکرد متصدیان و رسیدگی به مال سرمایه‌داران و زمین‌خواران بزرگ و محتکران و محتکران و گران‌فروشان و رسیدگی به دادگستری‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقایسه با وضع سابق دادگستری و قضات و رسیدگی به حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای دولت و استاندارها و سایر مأمورین که در این زمان آمده‌اند و مقایسه با زمان سابق و رسیدگی به عمل دولت و جهاد سازندگی در روستاهای محروم از همه مواهب حتی آب آشامیدنی و درمان و درمانگاه و مقایسه با طول رژیم سابق با در نظر گرفتن گرفتاری به جنگ تحمیلی و پیامدهای آن
از قبیل آوارگان میلیونی و خانواده‌های شهدا و آسیب دیدگان در جنگ و با نظر به حصر اقتصادی و توطئه‌های پی در پی آمریکا و وابستگان خارج و داخلش اضافه کنید فقدان مبلغ آشنا به مسائل و به مسائل و احتیاج و قاضی شر و به مقدار احتیاج قاضی و اضافه کنید فقدان مبلغ آشنا به مسائل به مقدار احتیاج و قاضی شر و هرج و مرج هایی که از طرف مخالفان اسلام و منحرفان و حتی دوستان نادان در دست اجراست و ده ها مسائل دیگر تقاضا این است که قبل از آشنایی به مسائل به اشکال تراشی و انتقاد کوبنده و فحاشی بر نخیزید و به حال این اسلام غریب که پس از صدها سال ستمگری قلدرها و جهل توده ها امروز طفلی تازه پا و است محفوف به دشمنهای خارج و داخل رحم کنید و شما اشکال تراشان به فکر بنشینید که آیا بهتر نیست به جای سرکوبی به اصلاح و کمک بکوشید و به جای طرفداری از منافقان و ستمگران و سرمایه‌داران و محتکران بی انصاف از خدا بی خبر طرفدار مظلومان و ستم دیدگان و محرومان باشید و به جای گروه های آشوبگر و تروریست های مفسد و طرفداری غیر مستقیم از آنان توجهی به ترور شدگان از روحانیون معظم، از روحانیون مظلوم تا خدمتگزاران متعهد مظلوم داشته باشید. این جانب هیچگاه نگفته و نمیگویم که امروز در این جمهوری به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل می شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده و بی انضباطی برخلاف مقررات اسلام عمل نمی کنند. لکن عرض می کنم که قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه با زحمات جان فرسا کوشش در اسلامی کردن این کشور می کنند و ملت ده ها میلیونی نیز طرفدار و مددکار آنان هستند و اگر این اقلیت اشکال تراش و کارشکن به کمک بشتابند تحقق این آمال آسانتر و سریعتر خواهد بود و اگر خدای نخواسته اینان به خود نیایند چون توده میلیونی بیدار شده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است، آمال انسانی اسلامی به خواست خداوند متعال جامعه عمل به طور چشمگیر خواهد پوشید و کجروان و اشکال تراشان در مقابل این سیل خروشان نخواهند توانست مقاومت کنند. من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیر المؤمنین و حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه ما می باشند. اون حجاز که در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمانان نیز اطاعت از ایشان نمی کردن و با بهانه هایی به جبهه نمی رفتن که خداوند تعالی در سوره توبه با آیاتی آنها را توبیخ فرموده و وعده عذاب داده است و اونقدر به ایشان دروغ بستند که به حسب نقل در منبر با آنان نفرین فرمود و اون اهل عراق و کوفه که با امیرالمؤمنین اونقدر بدرفتاری کردند و از اطاعتش سرباز زدن که شکایات اون حضرت از آنان در کتب نقل و در تاریخ معروف است و اون مسلمانان عراق و کوفه که با سید الشهدا علیه السلام اون شد که شد و آنان که در شهادت دست آلوده نکردند یا گریختند از معرکه و یا نشستند تا اون جنایت تاریخ واقع شد و ما امروز می‌بینیم که ملت ایران از قوای مسلح نظامی و انتظامی و سپاه و وسیله و یا نشستند تا اون جنایت تاریخ واقع شد و ما امروز می‌بینیم که ملت ایران از قوای مسلح نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج تا قوای مردمی از عشایر و داوطلبان و از قوای در جبهه‌ها و مردم پشت جبهه‌ها با کمال شوق و اشتیاق چه فداکاری‌ها می‌کنند و چه حماسه‌ها می‌آفرینند
و میبینیم که مردم محترم سراسر کشور چه کمک‌های ارزنده می‌کنند و میبینیم که بازماندگان شهدا و آسیب دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره‌های حماسه آفرین و گفتار و کرداری مشتاقانه و اطمینان بخش با ما و شما روبرو می‌شوند و اینها همه از عشق و علاقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسلام و حیات جاویدان. در صورتی که نه در محضر مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند و نه در محضر امام معصوم صلوات الله علیه و انگیزه آنان ایمان و اطمینان به غیب است و این رمز موفقیت و پیروزی در ابعاد مختلف است و اسلام باید افتخار کند که چنین فرزندانی تربیت نموده و ما همه مفتخریم که در چنین عصری و در پیشگاه چنین ملتی می باشیم. و این جانب در اینجا یک وصیت به اشخاصی که به انگیزه مختلف با جمهوری اسلامی مخالفت می کنند و به جوانان چه دختران و چه پسرانی که مورد بهره برداری منافقان و منحرفان فرصت طلب و سودجو واقع شده اند می نماید که بی‌طرفانه و با فکر آزاد به قضاوت بنشینند و تبلیغات آنان که می‌خواهند جمهوری اسلامی ساقط شود و کیفیت عمل آنان و رفتارشان با توده‌های محروم و گروه‌ها و دولت‌هایی که از آنان پشتیبانی کرده و می‌کنند و گروه‌ها و اشخاصی که در داخل به آنان پیوسته و از آنان پشتیبانی می‌کنند و اخلاق و رفتارشان در بین خود و هوادارانشان و تغییر موضع‌هایشان در پیشامدهای مختلف را با دقت و بدون هوای نفس بررسی کنید و مطالعه کنید حالات آنان که در این جمهوری اسلامی به دست منافقان و منحرفان شهید شدند و ارزیابی کنید بین آنان و دشمنانشان. نوارهای این شهیدان تا حدی در دست و نوارهای مخالفان شاید در دست شماها باشد. ببینید کدام دست طرفدار محرومان و مظلومان جامعه هستند. برادران شما این اوراق را قبل از مرگ من نمیخوانید، ممکن است پس از من بخوانید. در اون وقت من نزد شما نیستم که بخواهم به نفع خود و جلب نظر آنان برای کسب و مقام و قدرتی با قلبهای شما جوانان بازی کنم. من برای اون که شما جوانان شایسته‌ای هستید علاقه دارم که جوانی خود را در راه خداوند به اسلام عزیز و جمهوری اسلامی صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید و از خداوند غفور می‌خواهم که شما را به راه مستقیم انسانیت هدایت کند و از گذشته ما و شما با رحمت واسعه خود بگذرد. شماها نیز در خلوتها از خداوند همین را بخواهید که او هادی و رحمان است و یک وصیت به ملت شریف ایران و سایر ملت‌های مبتلا به حکومت‌های فاسد و در بند قدرت‌های بزرگ می‌کنم. اما به ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید و در راه آن که نعمتی عظیم الهی و امانت بزرگ خداوندی است کوشش کنید و از مشکلاتی که در این صراط مستقیم پیش می آید نهراسید که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. و در مشکلات دولت جمهوری اسلامی با جان و دل شریک و در رفع آن پوشا باشید و دولت و مجلس را از خود بدانید و چون محبوبی گرامی از آن نگهداری کنید. و به مجلس و دولت و دستاندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگذاری با آنان خصوصا مستضعفان و محرومان و ستم دیدگان که نور ششمان ما و اولیاء نعم همه هستند و جمهوری اسلامی رهاورد آنان با فداکاری‌های آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حکومت‌های طاغوتی را که چپاولگرانی بی‌فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند همیشه محکوم نمانید، البته با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسلامی است. و اما به ملت‌های اسلامی توصیه می‌کنم که از حکومت جمهوری اسلامی و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرید و حکومت‌های جائر خود را در صورتی که به خواست ملت‌ها که خواست ملت ایران است سرفرود نیاوردند
با تمام قدرت به جای خود بنشانید که مایه بدبختی مسلمانان حکومت‌های وابسته به شرق و غرب میباشند و اکیداً توصیه میکنم که به بوق‌های تبلیغاتی مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی گوش فرا ندهید که همه کوشش دارند که اسلام را از صحنه بیرون کنند که منافع ابرقدرت‌ها تأمین شود. دال از نقشه‌های شیطانی قدرت‌های بزرگ استعمار و استثمارگر که سال‌های طولانی در دست اجراست و در کشور ایران از زمان رضاخان اوج گرفت و در زمان محمد رضا با روش‌های مختلف دنبال گیری شد، مانند به انزوا کشندن روحانیت است که در زمان رضاخان با فشار و سرکوبی و خلع لباس و حبس و تبعید و حد که حرمات و اعدام و امثال آن، و در زمان محمد رضا با نقشه و روش‌های دیگر که یکی از آنها ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیان بود که تبلیغات وسیعی در این زمینه شد و مع الاسف بیواسطه و مع الاسف به واسطه بیخبری هر دو قشر از توطئه شیطانی ابرقدرت‌ها نتیجه چشمگیری گرفته شد. از یک طرف از دبستان تا دانشگاه، از دبستان‌ها تا دانشگاه‌ها کوشش شد که معلمان و دبیران و اساتید و رؤسای دانشگاه‌ها از بین غرب زدگان یا شرق زدگان و منحرفان از اسلام و سایر ادیان انتخاب و به کار گماشته شوند و متعهدان مؤمن در اقلیت قرار گیرند که قشر مؤثر را که در آتیه حکومت را به دست می‌گیرند از کودکی تا نوجوانی و تا جوانی طوری تربیت کنند که از ادیان مطلقاً و اسلام به خصوص و از وابستگان به ادیان خصوصاً روحانیون و مبلغان متنفر باشند. اینان را عمال انگلیس در اون زمان و طرفدار سرمایه‌داری و زمین‌خواران و طرفدار ارتجاع و مخالف تمدن و تعالی در بعد از آنان معرفی می‌نمودند. و از طرف دیگر با تبلیغات سو روحانیون و مبلغان و متدینان را از دانشگاه و دانشگاهیان ترسانیده و همه را به بیدینی و بیبندوباری و مخالف با مظاهر اسلام و ادیان متهم می نمودند. نتیجه اون که دولت مردان مخالف ادیان و اسلام و روحانیون و متدینان باشند و توده های مردم که علاقه به دین و روحانی دارند مخالف دولت و حکومت و هرچه متعلق به آن است باشند و اختلاف عمیق همین دولت و ملت و دانشگاهی و روحانی راه را برای چپاولگران اونچنان باز کند که تمام شؤون کشور در تحت قدرت آنان و تمام ذخایر ملت در جیب آنان سرازیر شود، چنانچه دیدید به سر این ملت مظلوم چه آمد و می رفت که چه آید. اکنون که به خواست خداوند متعال و مجاهدت ملت از روحانی و دانشگاهی تا بازاری و کارگر و کشاورز و سایر قشرها بند اسارت را پاره و قدرت ابرقدرت ها را شکستند و سد قدرت ابرقدرت ها را شکستند و کشور را از دست آنان و وابستگانشان نجات دادند، توصیه این جانب آن است که نسل حاضر و آینده غفلت نکنند و دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هرچه بیشتر با روحانیان و طلاب و علوم اسلامی پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه های دشمن غدار غافل نباشند و به مجرد اون که فرد یا افرادی را دیدند که با گفتار و رفتار خود در صدد است بذر نفاق بین آنان افکند، او را ارشاد و نصیحت نمایند و اگر تأثیر نکرد از او روگردان شوند و او را به انزوا کشانند و نگذارند توطئه ریشه دوانده که سر چشمه را با آسانی میتوان گرفت. و مخصوصاً اگر در اساتید کسی پیدا شد که میخواهد انحراف ایجاد کند، او را ارشاد و اگر نشد از خود و کلاس خود طرد کنند. و این توصیه بیشتر متوجه روحانیون و محصلین علوم دینی است. و توطئه ها در دانشگاه ها از عمق ویژه‌ای برخوردار است و هر قشر محترم
که مغز متفکر جامعه هستند باید مواظب توطئه ها باشند. از جمله نقشه ها که مع الاسف تأثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیزمون گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادی به جا مانده، بیگانه نمودن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان است، به طوری که خود را و فرهنگ و قدرت خود را هیچ گرفتند و غرب و شرق دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را بالاتر و آن دو قدرت را قبلگاه عالم دانستند و وابستگی به یکی از دو قطب را از فرائض غیر قابل اجتناب معرفی نمودند و قصه این امر غم‌انگیز طولانی و ضربه هایی که از آن خورده و اکنون نیز می‌خوریم و قصه این امر غم‌انگیز طولانی و ضربه هایی که از آن خورده و اکنون نیز می‌خوریم کشنده و کوبنده است. و غم‌انگیزتر این که آنان ملت‌های ستم دیده زیر سلطه را در همه چیز عقب نگه داشته و کشورهایی مصرفی بار آوردند و به قدری ما را از پیشرفت‌های خود و قدرت‌های شیطانیشان ترسوندند که جرأت دست زدن به هیچ ابتکاری نداریم و همه چیز خود را تسلیم آنان کرده و سرنوشت خود به کشورهای خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطیع فرمان هستیم و این پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب شده که در هیچ امری به فکر و دانش خود اتکا نکنیم و کورکورانه از شرق و غرب تقلید نماییم، بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار اگر داشتیم نویسندگان و گویندگان غرب و شرق زده بی فرهنگ اونها را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مأیوس نموده و می نمایند و رسوم و آداب اجنبی را هر چند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کرده و با مداحی و ثناجویی اونها را به خورد ملت‌ها داده و می دهند. فی المثل اگر در کتاب یا نوشته یا گفتاری چند واژه فرنگی باشد بدون توجه به محتوای آن با اعجاب پذیرفته و گوینده و نویسنده آن را دانشمند و روشنفکر به حساب می آورند و از گهواره تا قبر به هر چه بنگریم اگر با واژه غربی و شرقی اسم گذاری شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پیشرفتگی محسوب و اگر واژه های بومی خودی به کار رود مترود و کهنه و واپس‌زده خواهد بود. کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخر و اگر نام خودی دارند سربزیر و عقب افتادند. خیابان‌ها و کوچه ها، مغازه ها، شرکت ها، داروخانه ها، کتابخانه ها، پارچه ها و دیگر متاعها هر چند در داخل تهیه شده باید نام خارجی داشته باشد تا مردم از آن راضی و به آن اقبال کنند. فرنگی معابی از سر تا پا و در تمام نشست و برخاست ها و در معاشرت ها و تمام شؤون زندگی موجب افتخار و سربلندی و تمدن و پیشرفت و در مقابل آداب و رسوم خودی کهنه پرستی و عقب افتادگی است. در هر مرض و کسالتی ولو جزئی و قابل علاج در داخل باید به خارج رفت و دکترها و اطباء دانشمند خود را محکوم و مأیوس کرد. رفتن به انگلستان و فرانسه و آمریکا و مسکو افتخاری پرارزش و رفتن به حج و سایر اماکن متبرکه کهنه پرستی و عقب ماندگی است. بی‌اعتنایی به آن که مربوط به مذهب و معنویات است از نشانه‌های روشنفکری و تمدن و در مقابل تعهد به این امور نشانه عقب ماندگی و کهنه پرستی است. این جانب نمی‌گویم ما خود همه چیز داریم. معلوم است ما را در طول تاریخ چندان دور تاریخ نچندان دور خصوصا در سده های اخیر از هر پیشرفتی محروم کردند و دولت مردان خائن و دودمان پهلوی خصوصا و مراکز تبلیغاتی علیه دستاوردهای خودی و نیز خود کوچک دیدن ها و یا ناچیز دیدن ها ما را از هر فعالیتی برای پیشرفت محروم کرده. وارد کردن از هر قماش کالاها وارد کردن کالاها از هر قماش و سرگرم کردن بانوان و مردان خصوصا طبقه جوان به اقسام اجناس وارداتی از قبیل ابزار آرایش و تزیینات و تجملات و بازی‌های کودکانه و به مسابقه کشندن خانواده‌ها
و مصرفی بارآوردن هر چه بیشتر که خود داستان‌های غم‌انگیز دارد و سرگرم کردن و به تباهی کشوندن جوانها که عضو فعال هستند با فراهم آوردن مراکز فحشا و اشتدکده‌ها و ده‌ها از این مصائب حساب شده برای عقب نگه داشتن کشورهاست. من وصیت دلسوزانه و خادمانه می‌کنم به ملت عزیز که اکنون که تا حدود بسیار چشمگیری از بسیاری از این دام‌ها نجات یافته و نسل محروم حاضر به فعالیت و ابتکار برخواسته و دیدیم که بسیاری از کارخانه‌ها و وسایل پیشرفته، هواپیماها و دیگر چیزها که گمان نمی‌رفت متخصصین ایرانی قادر به راه انداختن کارخانه‌ها و امثال آن باشند، همه دست‌ها را به سوی غرب یا شرق دراز کرده بودیم که متخصصین آنان اینها را به راه اندازند، در اثر محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی خود جوانان عزیز ما قطعات محل احتیاج را ساخته و با قیمت‌های ارزان‌تر عرضه کرده و رفع احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواهیم می‌توانیم. باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان پیوسته به غرب و شرق با وسوسه های شیطانی شما را به سوی این چپاولگران بین المللی نکشند و با اراده مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی ها قیام کنید و بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و آمریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودی خود را بیابد و یأس را از خود دور کند و چشم داشت به غیر خود نداشته باشد، در دراز مدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد و اون چه انسانهای شبیه به اینان به اون رسیده اند شما هم خواهید رسید، به شرط اتکال به خداوند تعالی، به اتکاء به نفس و قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختی ها برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه اجانب و بر دولت ها و دستندرکاران است، چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده، که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمک های مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیری نمایند و به اون چه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند. و از جوانان، دختران و پسران می‌خواهم که استقلال و آزادی و ارزش‌های انسانی را ولو با تحمل زحمت و رنج فدای تجملات و عشرت‌ها و بی‌بندوباری‌ها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی‌وطن به شما عرضه می‌شود نکنند. که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما به اخفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخایر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت به کشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند و می خواهند با این وسائل و امثال آن شما را عقب مونده و به اصطلاح آنان نیمه وحشی نگه دارند. و از توطئه های بزرگ آنان چنانچه اشاره شد و کرارن تذکر داده ام به دست گرفتن مراکز تعلیم و تربیت خصوصا دانشگاه هاست که مقدرات کشورها در دست محصولات اونهاست. روش آنان با روحانیون و مدارس علوم اسلامی فرق دارد با روشی که در دانشگاه ها و دبیرستان ها فرق دارد روش آنان با روحانیون و مدارس علوم اسلامی فرق دارد با روشی که در دانشگاه ها و دبیرستان ها دارند. نقشه آنان برداشتن روحانیون از سر راه و منزوی کردن آنان است، یا با سرکوبی و خشونت و حتاکی که در زمان رضاخان عمل شد ولی نتیجه معکوس گرفته شد، یا با تبلیغات و تهمت‌ها و نقشه‌های شیطانی برای جدا کردن قشر تحصیل کرده و به اصطلاح روشنفکر، که این هم در زمان رضاخان عمل می‌شد و در ردیف فشار و سرکوبی بود و در زمان محمد رضا ادامه یافت بدون خشونت ولی موذیانه. و اما در دانشگاه نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزش‌های خودی منحرف کنند و به سوی شرق یا غرب بکشانند و دولت مردان را از بین اینان انتخاب و به سرنوشت کشورها حکومت دهند تا به دست آنها هر چه می‌خواهند انجام دهند. اینان کشور را به غارت زدگی و غرب زدگی بکشانند و قشر روحانی با انزوا
و منفوریت و شکست قادر بر جلوگیری نباشد و این بهترین راه است برای عقب نگه داشتن و غارت کردن کشورهای تحت سلطه، زیرا برای ابرقدرت‌ها بی زحمت و بی خرج و در جوامع ملی بی سر و صدا هرچه هست به جیب آنان می ریزد. پس اکنون که دانشگاه‌ها و دانشسراها در دست اصلاح و پاکسازی است، بر همه ما لازم است با متصدیان کمک کنیم و برای همیشه نگذاریم دانشگاه‌ها به انحراف کشیده شود و هر جا انحرافی به چشم خود به چشم خورد با اقدام سریع به رفع آن بکوشیم و این امر حیاتی باید در مرحله اول با دست پرتوان خود جوانان دانشگاه‌ها و دانشسراها انجام گیرد که نجات دانشگاه از انحراف نجات کشور و ملت است. و این جانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحله دوم و به دولت مردان و روشنفکران و روشنفکران دلسوز برای کشور در مرحله بعد وصیت می‌کنم که در این امر مهم که کشورتون را از آسیب نگه می‌دارد با جان و دل کوشش کنید و دانشگاه‌ها را به نسل بعد بسپرید و به همه نسل‌های مسلسل توصیه می‌کنم که برای نجات خود و کشور عزیز به اسلام آدمساز دانشگاه‌ها را از انحراف و غرب و شرق زدگی حفظ و پاسداری کنید و با این عمل انسانی اسلامی خود دست قدرت‌های بزرگ را از کشور قطع و آنان را ناامید نمایید. خدایتان پشتیبان و نگهدار باد. ز از مهمات امور تعهد وکلای مجلس شورای اسلامی است. ما دیدیم که اسلام و کشور ایران چه صدمات بسیار غم‌انگیزی از مجلس شورای غیر صالح و منحرف از بعد از مشروطه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوی و از هر زمان بدتر و خطرناکتر در این رژیم تحمیلی فاسد خورد و چه مصیبت ها و خسارت های جانفرسا از این جنایتکاران بی ارزش و نوکرمآب به کشور و ملت وارد شد. در این 50 سال یک اکثریت قلابی منحرف در مقابل یک اقلیت مظلوم موجب شد که هرچه انگلستان و شوروی و اخیراً آمریکا خواستند با دست همین منحرفان از خدا بی خبر انجام دهند و کشور را به تباهی و نیستی کشانند. از بعد از مشروطه هیچگاه تقریباً به مواد مهم قانون اساسی عمل نشد. قبل از رضاخان با تصدی غرب زدگان و مشتی خان و زمین خاران و در زمان رژیم پهلوی به دست اون رژیم صفاک و وابستگان و حلقه به گوشان آن، اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم الشأن سرنوشت کشور به دست مردم افتاد و وکلا از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خانهای ولایات به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و امید است که با تعهد آنان به اسلام و مصالح کشور جلوگیری از هر انحراف بشود، وصیت این جانب به ملت در حال آتی آن است که با اراده مصمم خود و تعهد خود به احکام اسلام و مصالح کشور در هر دوره در انتخابات و وکلا دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی که غالباً بین متوسطین جامعه و محرومین می باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم به سوی غرب یا شرق و بدون گرایش به مکتبهای انحرافی و اشخاص تحصیل کرده و مطلع بر مسائل روز و سیاستهای اسلامی به مجلس بفرستند و به جامعه محترم روحانیت خصوصاً مراجع معظم وصیت می کنم که خود را در مسائل جامعه خصوصاً مثل انتخاب رئیس جمهور و وکلای مجلس کنار نکشند و بی تفاوت نباشند. همه دیدید و نسل آتیه خواهد شنید که دست سیاست بازان پیرو شرق و غرب روحانیون را که اساس مشروطیت را با زحمات رنجها بنیان گذاشتند از صحنه خارج کردند و روحانیون نیز بازی سیاست بازان را خورده و دخالت در امور کشور و مسلمین را خارج از مقام خود انگاشته و صحنه را به دست غرب زدگان سپردند و به سر مشروطیت و قانون اساسی و کشور و اسلام آن آوردند که جبرانش احتیاج به زمان طولانی دارد. اکنون که به حمد الله تعالی موانع رفع گردیده و فضای آزاد برای دخالت همه طبقات پیش آمده است، هیچ عذری باقی نمانده و از گناهان بزرگ نابخشودنی مسامحه در امر مسلمین است. هر کس به مقدار توانش و حیطه نفوذش لازم است در خدمت اسلام و مسلمین باشد.
و با جدیت از نفوذ وابستگان به دو قطب استعمارگر و غرب یا شرق یا شرق و غرب یا شرق زدگان و منحرفان از مکتب بزرگ اسلام جلوگیری نمایند و بدانند که مخالفین اسلام و کشورهای اسلامی که همون ابرقدرتان چپاولگر بین المللی هستند با تدریج و ظرافت در کشور ما و کشورهای اسلامی دیگر رخنه و با دست افراد خود ملت‌ها کشورها را به دام استثمار می کشانند. باید با هوشیاری مراقب باشید و با احساس اولین قدم نفوذی به مقابله برخیزید و با آنان مهلت ندهید. خدایتان یار و نگهدار باشد. و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد. و به اقلیت‌های مذهبی رسمی وصیت می‌کنم که از دوره‌های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود، به مذاهب خود و جمهوری اسلامی و غیر وابسته به قدرت‌های جهانخوار و بدون گرایش به مکتب‌های الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند. و از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و برادری با هم مجلسان خود رفتار و همه کوشا باشند که قوانین خدای نخواسته از اسلام منحرف نباشد و همه به اسلام و احکام آسمانی و آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و آخرت نائل آیید. و از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشود و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند. و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود. مثلا در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشند. و از این قرار عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می باشند، چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آتیه. و چه بسا که در بعض مقاطع عدم حضور و مسامحه گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است. پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و الا کار از دست همه خارج خواهد شد. و این حقیقتی است که بعد از مشروطه لمس نموده اید و نموده این. هیچ علاجی بالاتر و والاتر از اون نیست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایی که محوله به اوست بر طبق ضوابط اسلامی و قانون اساسی انجام دهد و در تعیین رئیس جمهور و وکلای مجلس با طبقه تحصیل کرده متعهد و روشنفکر با اطلاع از مجاری امور و غیر وابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت کرده و با علما و روحانیون با تقوا و متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده و توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه سرمایه داران و زمینخواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند. و باید بدانیم که اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شایسته و متعهد به اسلام و دلسوز برای کشور و ملت باشند، بسیاری از مشکلات پیش نمی آید
و مشکلاتی اگر باشد رفع می شود. و همین معنی در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر با ویژگی خاص باید در نظر گرفته شود که اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین می شوند از روی کمال دقت و با مشورت با مراجع اعظم هر عصر و علمای بزرگ و علمای بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان بروند، بسیاری از مهمات و مشکلات به واسطه تعیین شایسته ترین و متعهدترین شخصیت ها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد یا با شایستگی رفع خواهد شد. و با نظر به اصل 109 و 110 قانون اساسی، وظیفه سنگین ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر یا شورای رهبری روشن خواهد شد که اندک مسامحه در انتخاب چه آسیبی به اسلام و کشور و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد، که احتمال آن که در سطح بالای از اهمیت است برای آنان تکلیف الهی ایجاد می کند. و وصیت این جانب به رهبر و شورای رهبری در این عصر که عصر تهاجم ابرقدرت ها و وابستگان به آنان در داخل و خارج کشور به جمهوری اسلامی و در حقیقت به اسلام است، در پوشش جمهوری اسلامی و در عصرهای آینده آن است که خود را وقف در خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی و محرومان و مستضعفان بنمایند و گمان ننمایند که رهبری فی نفسه برای آنان تحفه است و مقام والایی، بلکه وظیفه سنگین و خطرناکی است که لغزش در اون اگر خدای نخواسته با هوای نفس باشد، ننگ ابدی در این دنیا و آتش و غضب خدای قهار در جهان دیگر در پی دارد. از خداوند منان هادی با تضرع ابتهال می‌خواهم که ما و شما را از این امتحان خطرناک با روی سفید در حضرت خود بپذیرد و نجات دهد. و این خطر قدری خفیفتر برای رؤسای جمهور حال و آینده و دولت‌ها و دستندرکاران به حسب درجات در مسئولیت‌ها نیز هست که باید خدای متعال را حاضر و ناظر و خود را در محضر مبارک او بدانند، خداوند متعال را خوشای آنان باشد. ح. از مهمات و امور مسئله قضاوت است که سر و کار آن با جان و مال و ناموس مردم است. وصیت این جانب به رهبر و شورای رهبری آن است که در تعیین عالی ترین مقام قضایی که در عهده دارند کوشش کنند که اشخاص متعهد سابقه دار و صاحب نظر در امور شرعی و اسلامی و در سیاست را نصب نمایند. و از شورای عالی قضایی می خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم‌انگیزی در آمده بود با جدیت سر و سامان دهند و دست کسانی که با جان و مال مردم بازی می کنند و اونچه نزد آنان مطرح نیست عدالت اسلامی است، از این کرسی پر اهمیت کوتاه کنند و با پشتکار و جدیت به تدریج دادگستری را متحول نمایند و قضات دارای شرایطی که انشاءالله با جدیت حوزه های علمیه، مخصوصا حوزه مبارکه علمیه قم، تربیت و تعلیم می شوند و معرفی می گردند، به جای قضاتی که شرایط مقرره اسلامی را ندارند نصب گردند، که انشاءالله تعالی به زودی قضاوت اسلامی در سراسر کشور جریان پیدا کند و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت می کنم که با در نظر گرفتن احادیثی که از معصومین صلوات الله علیهم در اهمیت قضا و خطر عظیمی که قضاوت دارد و توجه و نظر به اون که درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود. و کسانی که اهل هستند از تصدی این امر سر باز نزنند و به اشخاص غیر اهل میدان ندهند و بدانند که همانطور که خطر این مقام بزرگ است، اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است و می دانند که تصدی قضا برای اهلش واجب کفایی است. تا وصیت این جانب به حوزه های مقدسه علمیه آن است که کراراً عرض نمودم که در این زمان که مخالفین اسلام و جمهوری اسلامی کمر به براندازی اسلام بسته اند و از هر راه ممکن برای این مقصد شیطانی کوشش می نمایند و یکی از راه های با اهمیت برای مقصد شوم آنان
و خطرناک برای اسلام و حوزه های اسلامی نفوذ دادن افراد منحرف و تفهکار در حوزه های علمیه است که خطر بزرگ کوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزه ها یا اعمال ناشایست با اعمال ناشایست و اخلاق و روش انحرافی است و خطر بسیار عظیم آن در دراز مدت به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیاد که با آگاهی بر علوم اسلامی و جازدن خود را در بین توده ها و قشرهای مردم پاکدل و علاقمند نمودن آنان را به خیش و ضربه مهلک زدن به حوزه های اسلامی و اسلام عزیز و کشور در موقع مناسب می باشد. و می دانیم که قدرت های بزرگ چپاولگر در میان جامعه ها افرادی به صورت های مختلف از ملی گراها و روشنفکران مصنوعی و روحانی نمایان که اگر مجال یابند از همه پر خطرتر و آسیب رسانترند ذخیره دارند که گاهی 30-40 سال با مشی اسلامی و مقدس معابی یا پان ایرانیسم و وطن پرستی و حیله های دیگر با صبر و بردباری در میان ملت ها زیست می کنند و در موقع مناسب مأموریت خود را انجام می دهند و ملت عزیز ما در این مدت کوتاه پس از پیروزی انقلاب نمونه هایی از قبیل مجاهد خلق و فدایی خلق و توده‌ای ها و دیگر عناوین دیدند و لازم است همه با هوشیاری این قسم توطئه را خنثی نمایند و از همه لازمتر حوزه های علمیه است که تنظیم و تصفیه آن با مدرسین محترم و افاضل سابقه دار است با تأیید مراجع وقت و شاید تز نظم در بی نظمی است در از القاعات شوم همین نقش ریزان و توطئه گران باشد. در هر صورت وصیت این جانب آن است که در همه اعصار خصوصا در عصر حاضر که نقشه ها و توطئه ها سرعت و قوت گرفته است قیام برای نظام دادن به حوزه ها لازم و ضروری است که علما و مدرسین و افاضل عظیم الشأن صرف وقت نموده و با برنامه دقیق صحیح حوزه ها را و خصوصا حوزه علمیه قم و سایر حوزه های بزرگ و با اهمیت را در این مقطع از زمان از آسیب حفظ نمایند و لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درس هایی که مربوط به فقاهت است و حوزه های فقهی و اصولی از طریقه مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است منحرف شوند و کوشش نمایند که هر روز بر دقتها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیقها افزوده شود و فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد و البته در رشته های دیگر علوم به مناسبت احتیاجات کشور و اسلام برنامه هایی تهیه خواهد شد و رجالی در اون رشته تربیت باید شود و از بالاترین حوزه هایی که لازم است به طور همگانی مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد علوم معنوی اسلامی از قبیل علم اخلاق و تهذیب نفس و سیر و سلوک الالله رزقنا الله و ایاکم که جهاد اکبر می باشد. یه از اموری که اصلاح و تصفیه و مراقبت از اون لازم است قوه اجرایی است. گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید به حال جامعه از مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید، لکن به دست مجریان غیر صالح که افتاد آن را مسخ کنند و برخلاف مقررات یا با کاغذ بازی ها یا پیچ و خم ها که به اون عادت کرده اند یا عمدن برای نگران نمودن مردم عمل کنند که به تدریج و مسامحه قائله ایجاد می کند. وصیت این جانب به وزراء مسئول در عصر حاضر و در عصرهای دیگر آن است که علاوه بر اون که شماها و کارمندان وزارتخانه ها بودجه‌ای که از آن ارتزاق می‌کنید مال ملت است و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصا مستضعفان باشید و ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی است، همه شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم خصوصا طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخایر آن کوتاه کردید
و اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشت شماها کنار گذاشته می شوید هم و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای شما، رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای شما ستم پیشگان، به جای شما ستم پیشگان پوزها را اشغال می نمایند. بنابراین حقیقت ملموس باید کوشش در جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر اسلامی انسانی احتراز نمایید و در همین انگیزه به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می کنم که در انتخاب استاندارها دقت کنند، اشخاص لایق متدین متعهد عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هرچی بیشتر حکم فرما باشد. و باید دانست که گرچه تمام وزرا و وزارتخانه ها مسئولیت در اسلامی کردن و تنظیم امور محل مسئولیت خود دارند، لکن بعضی از آنها ویژگی خاص دارند، مثل وزارت خارجه که مسئولیت سفارتخانه ها را در خارج از کشور دارد. این جانب از ابتدای پیروزی به وزرای خارجه راجع به طاغوت زدگی سفارتخانه ها و تحول آنها به سفارتخانه های مناسب با جمهوری اسلامی توصیه هایی نمودم، لکن بعضی از آنان یا نخواستند یا نتوانستند عمل مثبتی انجام دهند. و اکنون که 3 سال از پیروزی می گذرد، اگرچه وزیر خارجه کنونی اقدام به این امر نموده است و امید است با پشتکار و صرف وقت این امر مهم انجام گیرد، و وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانهای بعد آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است، چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها و چه در سیاست خارجی، حفظ استقلال و منافع کشور و روابط حسنه با دولتهایی که قصد دخالت در امور کشور ما را ندارند. از هر امری که شایبه وابستگی با همه ابعادی که دارد به طور قاطع احتراز نمایید. و باید بدانید که وابستگی در بعض امور هرچند ممکن است ظاهر فریبندهی داشته باشد یا منفعت و فائدهی در حال داشته باشد، لکن در نتیجه ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید. و کوشش داشته باشید در بهتر کردن روابط با کشورهای اسلامی و در بیدار کردن دولت مردان و دعوت به وحدت و اتحاد کنید که خداوند با شماست. و وصیت من به ملت‌های کشورهای اسلامی است که انتظار نداشته باشید که از خارج کسی به شما در رسیدن به هدف که اون اسلام و پیاده کردن احکام اسلام است کمک کند. خود باید به این امر حیاتی که آزادی و استقلال را تحقق می‌بخشد قیام کنید. و علمای اعلام و خطباء محترم کشورهای اسلامی و دولت‌ها را دعوت کنند که از وابستگی به قدرت‌های بزرگ خارجی خود را رها کنند و با ملت خود تفاهم کنند. در این صورت پیروزی را در آغوش خواهند کشید. و نیز ملت‌ها را دعوت به وحدت کنند و از نجات پرستی که مخالف دستور اسلام است بپریزند و با برادران ایمانی خود در هر کشوری و با هر نژادی که هستند دست برادری دهند، که اسلام بزرگ آنان را برادر خوانده. و اگر این برادری ایمانی با همت دولت‌ها و ملت‌ها و با تأیید خداوند متعال روزی تحقق یابد، خواهید دید که بزرگترین قدرت جهان را مسلمین تشکیل می‌دهند. به امید روزی که با خواست پروردگار عالم این برادری و برابری حاصل شود. و وصیت این جانب به وزارت ارشاد در همه اعصار، خصوصا عصر حاضر که ویژگی خاصی دارد، آن است که برای تبلیغ حق مقابل باطل و ارائه چهره حقیقی جمهوری اسلامی کوشش کند. ما اکنون در این زمان که دست ابرقدرت‌ها را از کشور خود کوتاه کرده ایم، مورد تهاجم تبلیغاتی تمام رسانه‌های گروهی وابسته به قدرت‌های بزرگ هستیم. چه دروغ‌ها و تهمت‌ها که گویندگان و نویسندگان وابسته به ابرقدرت‌ها به این جمهوری اسلامی نوپا نزده و نمی‌زنند. مع الاسف اکثر دولت‌های منطقه اسلامی که به حکم اسلام باید دست اخوت به ما دهند، به عداوت با ما و اسلام برخاستند و همه در خدمت جهانخواران از هر طرف به ما هجوم آوردند. و قدرت تبلیغاتی ما بسیار ضعیف و ناتوان است. و می‌دانید که امروز جهان روی تبلیغات می‌چرخد و با کمال تأسف نویسندگان به اصطلاح روشنفکر که به سوی یکی از 2 قطب گرایش دارند، به جای اون که در فکر استقلال و آزادی کشور و ملت خود باشند، خودخواهی‌ها و فرصت طلبی‌ها و انحصارجویی‌ها به آنان مجال نمی‌دهد که لحظه‌ای تفکر نمایند.
و زندگی شرافتمندانه ارزنده را توأم با بعض اون چرا که از دست داده اند که رفاه و عیش زدگی است، با اون چه از رژیم ستمشاهی دریافت می کردن، توأم با وابستگی و نوکر معابی و سناخانی و سناجویی و مدداهی از جرثومه های فساد و معادن ظلم و فحشا بسنجند و از تهمت ها و نارواها به این جمهوری تازه تولد یافته دست بکشند و با ملت و دولت در صف واحد بر ضد طاغوتیان و ستم پیشگان زبانها و قلمها را به کار گیرند. و مسئله تبلیغ تنها به عهده وزارت ارشاد نیست، بلکه وظیفه همه دانشمندان و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان است. باید وزارت خارجه کوشش کند تا سفارتخانه ها نشریات تبلیغی داشته باشند و چهره نورانی اسلام را برای جهانیان روشن نمایند، که اگر این چهره با اون جمال جمیل که قرآن و سنت در همه ابعاد به اون دعوت کرده از زیر نقاب مخالفان اسلام و کشفهمی های دوستان خود نمایی نماید، اسلام جهانگیر خواهد شد و پرچم پر افتخار آن در همه جا به اهتزاز در خواهد آمد. چه مصیبت بار و غم‌انگیز است که مسلمانان متاعی دارند که از صدر عالم تا نهایت آن نظیر ندارد. نتوانستند این گوهر گرانبها را که هر انسانی به فطرت آزاد خود طالب آن است عرضه کنند، بلکه خود نیز از آن غافل و به آن جاهلند و گاهی از آن فراری‌اند. کاف از امور بسیار با اهمیت و سرنوشت ساز مسئله مراکز تعلیم و تربیت از کودکستان‌ها تا دانشگاه‌هاست که به واسطه اهمیت فوق‌العاده‌اش تکرار نموده و با اشاره می‌گذرم. باید ملت غارت شده بدانند که در نیم قرن اخیر اون چه به ایران و اسلام ضربه مهلک زده است، قسمت عمده اش از دانشگاه ها بوده است. اگر دانشگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت دیگر با برنامه های اسلامی و ملی در راه منافع کشور به تعلیم و تهذیب و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان جریان داشتند، هرگز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از اون آمریکا و شوروی فرو نمی رفت و هرگز قراردادهای خانه خراب کن بر ملت محروم غارت زده تحمیل نمی شد و هرگز پای مستجاران خارجی به ایران باز نمی شد و هرگز ذخایر ایران و طلای سیاه این ملت رنج دیده در جیب قدرت‌های شیطانی ریخته نمی شد و هرگز دودمان پهلوی و وابسته‌های به آن اموال ملت را نمی توانستند به غارت ببرند و در خارج و داخل پارک ها و ویلاها بر روی اجساد مظلومان بنا کنند و بانک های خارج را از دسترنج این مظلومان پر کنند و صرف عیاشی و هرزگی خود و بستگان خود نمایند. اگر مجلس و دولت و قوه قضائیه و سایر ارگان ها از دانشگاه های اسلامی و ملی سرچشمه می گرفت، ملت ما امروز گرفتار مشکلات خانه برانداز نبود. و اگر شخصیت های پاک دامن با گرایش اسلامی و ملی به معنای صحیحش، نه اون چه امروز در مقابل اسلام عرض اندام می کند، از دانشگاه ها به مراکز قوای سگان راه میافت، امروز یا غیر امروز میهن ما غیر این میهن و محرومان ما از غیر محرومیت رها و بساط، از دانشگاه ها به مراکز قوای سگان راه میافت، امروز ما غیر امروز و میهن ما غیر این میهن و محرومان ما از غیر محرومیت رها و بساط ظلم و ستمشاهی و مراکز فحشا و اعتیاد و اشتدکده ها که هر یک برای تباه نمودن نسل جوان فعال ارزنده کافی بود در هم پیچیده و این ارث کشور برباد و این ارث کشور برباده و انسان برانداز به ملت نرسیده بود. دانشگاه ها اگر اسلامی انسانی ملی می بود، می توانست صدها به هزارها مدرس به جامعه تحویل دهد. لکن چه غم‌انگیز و اسفبار است که دانشگاه ها و دبیرستان ها به دست کسانی اداره می شد و عزیزان ما به دست کسانی تعلیم و تربیت می دیدند که جز اقلیت مظلوم محرومی همه از غرب زدگان و شرق زدگان با برنامه و نقشه دیکته شده در دانشگاه ها پرسی داشتند. ناچار جوانان عزیز و مظلوم ما در دامن این گرگان وابسته به ابرقدرت ها بزرگ شده
و به کرسی‌های قانون‌گذاری و حکومت و قضاوت تکیه می‌کردند و بر وفق دستور آنان یعنی رژیم ستمگر پهلوی عمل می‌کردند. اکنون به حمد الله تعالی دانشگاه از چنگال جنایتکاران خارج شده و بر ملت و دولت جمهوری اسلامی است در همه اعصار که نگذارند عناصر فاسد دارای مکتب‌های انحرافی یا گرایش به غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاه‌ها و سایر مراکز تعلیم و تربیت نفوذ کنند و از قدم اول جلوگیری نمایند تا مشکل پیش نیاید و اختیار از دست نرود. وصیت این جانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاه‌ها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال آزادی خود و کشور و ملت خودشان مسئول باشند. لام قوای مسلح از ارتش و سپاه و ژاندارمری و شهربانی تا کمیته ها و بسیج و عشایر ویژگی خاص دارند. اینان که بازوان قوی و قدرتمند جمهوری اسلامی می باشند و نگهبان سرحدات و راه ها و شهرها و روستاها و بالاخره نگهداران امنیت و آرامش بخشان به ملت می باشند باید مورد توجه خاص ملت و دولت و مجلس باشند و لازم است توجه داشته باشند که در دنیا اون چی که مورد بهره برداری برای قدرت‌های بزرگ و سیاست‌های مخرب بیشتر از هر چیز و هر گروهی است قوای مسلح است. قوای مسلح است که با بازی‌های سیاسی کودتاها و تغییر حکومت‌ها و رژیم‌ها به دست آنان واقع می‌شود و سودجویان دغل بعض سران آنان را می‌خرند و با دست آنان و توطئه‌های فرماندهان بازی خورده کشورها را به دست می‌گیرند و ملت‌های مظلوم را تحت سلطه قرار داده و استقلال و آزادی را از کشورها سلب می‌کنند. و اگر فرماندهان پاکدامن متصدی امر باشند هرگز برای دشمنان کشورها امکان کودتا یا اشغال یک کشور پیش نمی آید و یا اگر احیانا پیش آید به دست فرماندهان متعهد شکسته و ناکام خواهد ماند. و در ایران نیز که این معجزه عصر به دست ملت انجام گرفت قوای مسلح متعهد و فرماندهان پاک و میهندوست سهم به سزایی داشتند و امروز که جنگ لعنتی و تحمیلی صدام تکریتی به امر و کمک آمریکا و سایر قدرت‌ها پس از نزدیک به 2 سال با شکست سیاسی و نظامی ارتش متجاوز بعض و پشتیبانان قدرتمند و وابستگان با آنان روبروست، باز قوای مسلح نظامی و انتظامی و سپاهی و مردمی با پشتیبانی بیدریق ملت جبهه‌ها این افتخار بزرگ را آفریدند و ایران را سرفراز نمودند و نیز شرارت‌ها و توطئه‌های داخلی را که به دست عروسک‌های وابسته به غرب و شرق برای براندازی جمهوری اسلامی بسیج شده بودند با دست توانای جوانان کمیته‌ها و پاسداران بسیج و شهربانی و کمک ملت غیرتمند در هم شکسته شد و همین جوانان فداکار عزیزم که شبها بیدارند تا خانواده‌ها با آرامش استراحت کنند خدایشان یار و مددکار باد. پس وصیت برادرانه من در این قدم‌های آخرین عمر بر قوای مسلح به طور عموم آن است که ای عزیزان که به اسلام عشق می‌ورزید و با عشق لقاء الله به فداکاری در جبهه‌ها و در سطح کشور به کار ارزشمند خود ادامه می‌دهید بیدار باشید و هوشیار که بازیگران سیاسی و سیاستمداران حرفه‌ای غرب و شرق زده و دست‌های مرموز جنایتکاران پشت پرده لبه تیز سلاح خیانت و جنایتکارشان از هر سو و بیشتر از هر گروه متوجه به شما عزیزان است و می‌خواهند از شما عزیزان که با جانفشانی خود انقلاب را پیروز نمودید و اسلام را زنده کردید بهره‌گیری کرده و جمهوری اسلامی را براندازند و شما را با اسم اسلام به خدمت به میهن و ملت از اسلام و ملت جدا کرده به دامن یکی از دو قطب جهانخوار بیندازند و بر زحمات و فداکاری‌های شما با حیله‌های سیاسی و ظاهرهای به صورت اسلامی و ملی خط بطلان بکشند. وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همانطور که
از مقررات نظام عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه هاست به اون عمل نمایند و قوای مسلح مطلقاً چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات در اون گروهی مسئول باشند و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند و چون انقلاب از همه ملت و حفظ از همه ملت است و حفظ اون بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد بر خلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که بی اشکال به تباهی کشیده می شوند و یا در بازی های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد. و من به همه نیروهای مسلح در این پایان زندگی خاکی وصیت مشفقانه می کنم که از اسلام که یگانه مکتب استقلال و آزادی خواهی است و خداوند متعال همه را با نور هدایت آن به مقام والای انسانی دعوت می کند، چنانچه امروز وفادارید در وفاداری استقامت کنید که شما را و کشور و ملت شما را از ننگ وابستگی ها و پیوستگی ها به قدرت هایی که برای شما که شما را جز برای بردگی خیش نمی خواهند و کشور و ملت عزیزتان را عقب مونده و بازار مصرف و زیربار ننگین ستمپذیری نگه می‌دارند نجات می‌دهد و زندگی انسانی شرافتمندانه را ولو با مشکلات بر زندگانی ننگین بردگی اجانب ولو با رفاه حیوانی ترجیح دهید. و بدانید مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته دست خود را پیش دیگران دراز کنید و به دریوزگی عمر را بگذرانید، قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد. و به خوبی و عینیت دیدید که در این مدت کوتاه پس از تحریم اقتصادی همونها که از ساختن هر چیز خود را عاجز می‌دیدند و از راه انداختن کارخانه‌ها آنان را مأیوس می‌نمودند، افکار خود را به کار بستند و بسیاری از احتیاجات ارتش به کارخانه‌ها را خود رفع نمودند و این جنگ و تحریم اقتصادی به اخراج کارشناسان خارجی تحفه‌ای الهی بود که ما از آن غافل بودیم. اکنون اگر دولت و ارتش کالاهای جهانخواران را خود تحریم کنند و به کوشش و سعی در راه ابتکار بیفزایند، امید است که کشور خودکفا شود و از دریوزگی از دشمن نجات یابد. و هم در اینجا باید بیفزایم که احتیاج ما پس از این همه عقب موندگی که مصنوعی به صنعت‌های عقب پس از این همه عقب موندگی مصنوعی به صنعت‌های بزرگ کشورهای خارجی حقیقتی است انکارناپذیر. و این به اون معنا نیست که ما باید در علوم پیشرفته به یکی از دو قطب وابسته شویم. دولت و ارتش باید کوشش کنند که دانشجویان متعهد را در کشورهایی که صنایع بزرگ پیشرفته را دارند به استعمار و استثمارگر نیستند بفرستند و از فرستادن به آمریکا و شوروی و کشورهای دیگر که در مسیر این دو قطب هستند احتراز کنند، مگر انشاءالله روزی برسد که این دو قدرت به اشتباه خود پی برند و در مسیر انسانیت و انسان دوستی و احترام به حقوق دیگران واقع شوند، یا انشاءالله مستضعفان جهان و ملت‌های بیدار و مسلمانان متعهد آنان را به جای خود نشانند به امید چنین روزی. میم. رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سینماها و تئاترها از ابزارهای مؤثر تباهی و تحذیر ملت‌ها خصوصا نسل جوان بوده است. در این 100 سال اخیر به ویژه نیمه دوم آن چه نقشه‌های بزرگی از این ابزار چه در تبلیغ ضد اسلام و ضد روحانیت خدمتگزار و چه در تبلیغ استعمارگران غرب و شرق کشیده شد و از اونها برای درست کردن بازار کالاها خصوصا تجملی و تزیینی از هر قماش، از تقلید در ساختمانها و تزیینات و تجملات اونها و تقلید در اجناس نوشیدنی و پوشیدنی و
و در فرم آنها استفاده کردند، به طوری که افتخار بزرگ فرنگی ما آب بودن در تمام شؤون زندگی از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن به ویژه در خانم‌های مرفه یا نیمه مرفه بود و در آداب معاشرت و کیفیت حرف زدن و به کار بردن لغات غربی در گفتار و نوشتار به صورتی بود که فهم آن برای بیشتر مردم غیر ممکن و برای همردیفان نیز مشکل می نمود. فیلم های تلویزیون از فراورده های غرب یا شرق بود که طبقه جوان زن و مرد را از مسیر عادی زندگی و کار و صنعت و تولید و دانش منحرف و به سوی بیخبری از خیش به شخصیت خود و یا بدبینی و بدگمانی به همه چیز خود و کشور خود، حتی فرهنگ و ادب و معاصر پر ارزش که بسیاری از آن با دست خیانتکار ستمجویان، سودجویان به کتابخانه ها و موزه های غرب و شرق منتقل گردید که بسیاری از آن با دست خیانتکار سودجویان به کتابخانه ها و موزه های غرب و شرق منتقل گردید، مجله ها یا مقاله ها و عکس های افتضاح بار و اسف انگیز و روزنامه ها با مسابقات در مقالات ضد فرهنگی خیش و ضد اسلامی با افتخار مردم و ضد به ویژه طبقه جوان مؤثر را به سوی غرب یا شرق هدایت می کردند. اضافه کنید بر آن تبلیغ دامنه‌دار در ترویج مراکز فساد و عشرتکده‌ها و مراکز قمار و لاتار و مغازه‌های فروش کالاهای تجملاتی و اسباب و آرایش و بازی‌ها و مشروبات الکلی به ویژه آنچه از غرب وارد می‌شد و در مقابل صدور نفت و گاز و مخازن دیگر عروسک‌ها و اسباب بازی‌ها و کالاهای تجملی وارد می‌شد و صدها چیزهایی که امثال من از آنها بی اطلاع هستیم. و اگر خدای نخواسته رژیم سرسپرده به خانمان برانداز پهلوی ادامه پیدا می کرد، چیزی نمی گذشت که جوانان برومند ما، این فرزندان اسلام، همین که چشم امید ملت به اونهاست، با انواع دسیسه ها و نقشه های شیطانی به دست رژیم فاسد و رسانه های گروهی و روشنفکران غرب و شرق را از دست ملت به دامن اسلام رخت برمی بستند یا جوانی خود را در مراکز فساد تباه می کردند و یا به خدمت قدرت‌های جهانخوار در آمده و کشور را به تباهی می‌کشاندند. خداوند متعال به ما و آنان منت گذاشت و همه را از شر مفسدین و غارتگران نجات داد. اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان آن است که نگذارند این دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود از نظر اسلام و عقل محکوم است و نیز و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است و از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود و از اون چه در نظر شرع حرام و اون چه بر خلاف مسیر ملت و کشورهای اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می باشند و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد. نون نصیحت و وصیت من به گروه ها و گروهک ها و اشخاصی که در ضدیت با ملت جمهوری اسلامی و اسلام فعالیت می کنند، اول به سران آنان در خارج داخل آن است که تجربه طولانی به هر راهی که اقدام کردید و به هر توطئه‌ای که دست زدید و به هر کشور و مقامی که توسل پیدا کردید، به شماها که خود را عالم و عاقل می دانید باید آموخته باشد که مسیر یک ملت فداکار را نمی شود با دست زدن به ترور و انفجار و بمب و دروغ پردازی های بی سر و پا و غیر حساب شده منحرف کرد.
و هرگز هیچ حکومت و دولتی را نمیتوان با این شیوه های غیر انسانی و غیر منطقی ساقط نمود، و بی ویژه ملتی مثل ایران را که از بچه های خورد سالش تا پیرزن ها و پیرمرد های بزرگ سالش در راه هدف و جمهوری اسلامی و قرآن و مذهب جان فشانی و فداکاری می کنند. شماها که می دانید و اگر ندانید بسیار ساده لوحانه فکر می کنید که ملت با شما نیست و ارتش با شماها دشمن است، و اگر فرض بکنید با شما بودند و دوست شما بودند، حرکات ناشیانه شما و جنایاتی که با تحریک شما رخ داد آنان را از شما جدا کرد و جز دشمن تراشی کار دیگری نتوانستید بکنید. من وصیت خیرخواهانه در این آخر عمر به شما می کنم که اولا با این ملت طاغوت زده رنج کشیده که پس از 2500 سال ستمشاهی با فدا دادن بهترین فرزندان و جوانانش خود را از زیر بار ستم جنایتکاران همچون رژیم پهلوی و جهانخواران شرق و غرب نجات داد، به جنگ و ستیز برخواسته اید، چطور وجدان یک انسان هرچه پلید باشد راضی می شود برای احتمال رسیدن به یک مقام با میهن خود و ملت خود این گونه رفتار کند و به کوچک و بزرگ آنها و به کوچک و بزرگ آنان رحم نکند؟ من به شما نصیحت می کنم دست از این کارهای بیفایده و غیر عاقلانه بردارید و گول جهانخواران را نخورید، و در هر جا هستید اگر به جنایتی دست نزدید به میهن خود به دامن اسلام برگردید و توبه کنید که خداوند ارحم الراحمین است و جمهوری اسلامی و ملت از شما انشاءالله می گذرند، و اگر دست به جنایتی زدید که حکم خداوند تکلیف شما را معین کرده، باز از نیمه راه برگشته و توبه کنید، و اگر شهامت دارید تن به مجازات داده و با این عمل خود را از عذاب علیم خداوند نجات دهید، و الا در هر جا هستید عمر خود را بیش از این هدر ندهید و به کار دیگر مشغول شوید که صلاح در آن است. و بعد به هواداران داخلی و خارجی آنان وصیت می‌کنم که با چه انگیزه جوانی خود را برای آنان که اکنون ثابت است که برای قدرتمندان جهانخوار خدمت می کنند و از نقشه اونها پیروی می کنند و ندانسته به دام اونها افتاده اند به هدر می دهید، و با ملت خود در راه چه کسی جفا می کنید؟ شما بازی خوردگان دست اونها هستید. و شورای اسلامی در حال آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهور مابعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان آن است که نگذارند این دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود از نظر اسلام و عقل محکوم است، و نیست و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام به عفت عمومی و مصالح کشور حرام است، و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از اونها واجب است، و از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود، و از اون چه در نظر شرع حرام و اون چه برخلاف مسیر ملت و کشورهای اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می باشند، و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند، و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد. نون. نصیحت و وصیت من به گروه‌ها و گروهک‌ها و اشخاصی که در ضدیت با ملت جمهوری اسلامی و اسلام فعالیت می‌کنند، اول به سران آنان در خارج و داخل آن است که تجربه طولانی به هر راهی که اقدام کردید و به هر توطئه‌ای که دست زدید و به هر کشور و مقامی که توسل پیدا کردید به شماها که خود را عالم و عاقل می‌دانید باید آموخته باشد که مسیر یک ملت فداکار را نمی‌شود با دست زدن به ترور و انفجار و بمب و دروغ پردازی‌های بی سر و پا و غیر حساب شده منحرف کرد. و هرگز هیچ حکومت و دولتی را نمیتوان با این شیوه های غیر انسانی و غیر منطقی ساقط نمود، و بی ویژه ملتی مثل ایران را
که از بچه های خورد سالش تا پیرزن ها و پیرمرد های بزرگ سالش در راه هدف و جمهوری اسلامی و قرآن و مذهب جان فشانی و فداکاری می کنند. شماها که می دانید و اگر ندانید بسیار ساده لوحانه فکر می کنید که ملت با شما نیست و ارتش با شماها دشمن است، و اگر فرض بکنید با شما بودند و دوست شما بودند، حرکات ناشیانه شما و جنایاتی که با تحریک شما رخ داد آنان را از شما جدا کرد و جز دشمن تراشی کار دیگری نتوانستید بکنید. من وصیت خیرخواهانه در این آخر عمر به شما می کنم که اولا با این ملت طاغوت زده رنج کشیده که پس از 2500 سال ستمشاهی با فدا دادن بهترین فرزندان و جوانانش خود را از زیر بار ستم جنایتکاران همچون رژیم پهلوی و جهانخواران شرق و غرب نجات داد، به جنگ و ستیز برخواسته اید، چطور وجدان یک انسان هرچه پلید باشد راضی می شود برای احتمال رسیدن به یک مقام با میهن خود و ملت خود این گونه رفتار کند و به کوچک و بزرگ آنان و به کوچک و بزرگ آنان رحم نکند؟ من به شما نصیحت میکنم دست از این کارهای بیفایده و غیر عاقلانه بردارید و گول جهانخواران را نخورید، و در هر جا هستید اگر به جنایتی دست نزدید به میهن خود به دامن اسلام برگردید و توبه کنید که خداوند ارحم الراحمین است و جمهوری اسلامی و ملت از شما انشاءالله میگذرند، و اگر دست به جنایتی زدید که حکم خداوند تکلیف شما را معین کرده، باز از نیمه راه برگشته و توبه کنید، و اگر شهامت دارید تن به مجازات داده و با این عمل خود را از عذاب علیم خداوند نجات دهید، و الا در هر جا هستید عمر خود را بیش از این هدر ندهید و به کار دیگر مشغول شوید که صلاح در آن است. و بعد به هواداران داخلی و خارجی آنان وصیت می کنم که با چه انگیزه جوانی خود را برای آنان که اکنون ثابت است که برای قدرتمندان جهانخوار خدمت می کنند و از نقشه اونها پیروی می کنند و ندانسته به دام اونها افتاده اند به هدر می دهید، و با ملت خود در راه چه کسی جفا می کنید؟ شما بازی خوردگان دست اونها هستید، و اگر در ایران هستید به عیان مشاهده می کنید که توده های میلیونی به جمهوری اسلامی وفادار و برای آن فداکارند، و به عیان می بینید که حکومت و رژیم فعلی با جان و دل در خدمت خلق و مستمندان هستند، و آنان که به دروغ ادعای خلقی بودن و مجاهد و فدایی برای خلق می کنند با خلق خدا به دشمنی برخواسته، و شما پسران و دختران ساده دل را برای مقاصد خود و مقاصد یکی از دو قطب قدرت جهانخوار به بازی گرفته، و خود یا در خارج در آغوش یکی از دو قطب جنایتکار به خوشگذرانی مشغول، و یا در داخل به خانه های مجلل تیمی یا زندگی اشرافی نظیر منازل جنایتکاران بدبخت به جنایت خود ادامه میدهند و شما جوانان را به کام مرگ میفرستند. نصیحت مشفقانه من به شما نوجوانان و جوانان داخل و خارج آن است که از راه اشتباه برگردید و با محرومین جامعه که با جان و دل به جمهوری اسلامی خدمت میکنند متحد شوید و برای ایران مستقل و آزاد فعالیت نمایید تا کشور و ملت از شر مخالفین نجات پیدا کند، و همه با هم به زندگی شرافتمندانه ادامه دهید تا چه وقت و برای چه گوش به فرمان اشخاصی هستید که جز به نفع شخص خود فکر نمی کنند و در آغوش و پناه ابرقدرت ها ملت با ملت خود در ستیز هستند و شما را فدای مقاصد شوم و قدرت طلبی خیش می نمایند. شما در این سالهای پیروزی انقلاب دیدید که ادعاهای آنان با رفتار و عملشان مخالف است و ادعاها فقط برای فریب جوانان صاف دل است، و می دانید که شما قدرتی در مقابل سید خروشان ملت ندارید و کارهایتان جز به ضرر خودتان و تباهی عمرتان نتیجه ای ندارد. من تکلیف خود را که هدایت است ادا کردم، و امید است به این نصیحت که پس از مرگ من به شما می رسد و شایبه قدرت طلبی در آن نیست گوش فرا دهید و خود را از عذاب علیم الهی نجات دهید. خداوند منان شما را هدایت فرماید و صراط مستقیم را به شما بنماید. وصیت من به چپگرایان مثل کمونیست ها و چریک های فدایی خلق و دیگر گروه های متمایل به چپ آن است که شماها بدون بررسی صحیح از مکتب ها و مکتب اسلام نزد کسانی که از مکتب ها و خصوص اسلام
اطلاع صحیح دارند، با چه انگیز خودتان را راضی کردید مکتبی که امروز در دنیا شکست خورده رو آورید، و چه شده که دل خود را به چند اسم که محتوای آنها پیش اهل تحقیق پوچه است خوش کرده اید؟ و شما را چه انگیزه وادار کرده که میخواهید کشور خود را به دامن شوروی یا چین بکشید و با ملت خود به اسم توده دوستی به جنگ برخواسته یا به توطئه هایی برای نفع اجنبی به ضد کشور خود و توده های ستم دیده دست زدید؟ شما میبینید که از اول پیدایش کمونیسم مدعیان آن دیکتاتورترین و قدرت طلب و انحصار طلب ترین حکومت های جهان بوده و هستند. چه ملت هایی زیر دست و پای شوروی مدعی طرفدار توده ها خرد شدند و از هستی ساقط گردیدند؟ ملت روسیه، مسلمانان و غیر مسلمانان تا کنون در زیر فشار دیکتاتوری حزب کمونیست دست و پا میزنند و از هر گونه آزادی محروم و در اختناق بالاتر از اختناقهای دیکتاتورهای جهان به سر میبرند. استالین که یکی از چهرههای به اصطلاح درخشان حزب بود، ورود و خروجش را و تشریفات آن و اشرافیت او را دیدیم. اکنون که شما فریب خوردگان در عشق آن رژیم جان میدهید، مردم مظلوم شوروی و دیگر اقمار او چون افغانستان از ستمگری های آنان جان می سپارند، و آنگاه شما که مدعی طرفداری از خلق هستید، بر این خلق محروم در هر جا که دستتون رسیده چه جنایاتی انجام دادید و با اهالی شریف آمل که آنان را به غلط طرفدار پروپا قرص خود معرفی می کردید و عده بسیاری را به فریب به جنگ مردم و دولت فرستادید و به کشتن دادید جنایت ها که نکردید. و شما طرفدار خلق محروم میخواهید خلق مظلوم و محروم ایران را به دست دیکتاتوری شوروی دهید، و چنین خیانتی را با سرپوش فدایی خلق و طرفدار محرومین در حال اجرا هستید. منتها حزب توده و رفقای آن با توطئه وزیر ماسک طرفداری از جمهوری اسلامی و دیگر گروه ها با اسلحه و ترور و انفجار من به شما احزاب و گروه ها، چه آنان که به چپ گرایی معروف، گرچه بعضی شواهد و قرائن دلالت دارد که اینان کمونیست آمریکایی هستند، و چه آنان که از غرب ارتزاق می کنند و الهام می گیرند، و چه آنها که با اسم خودمختاری و طرفداری از کرد و بلوچ دست به اسلحه برده و مردم محروم کردستان و دیگر جاها را از هستی ساقط نموده و مانع از خدمت های فرهنگی و بهداشتی و اقتصادی و بازسازی دولت جمهوری اسلامی دولت جمهوری در اون استانها میشوند، مثل حزب دموکرات و کموله، وصیت میکنم که به ملت بپیوندند و تا کنون تجربه کرده اند که کاری جز بدبخت کردن اهالی اون مناطق نکرده اند و نمیتوانند بکنند. پس مصلحت خود و ملت خود و مناطق خود آن است که با دولت تشریک مساعی نموده و از یاغیگری و خدمت به بیگانگان و خیانت به ملت و به میهن خود دست بردارند و به ساختن کشور بپردازند و مطمئن باشند که اسلام برای آنان هم از قطب جنایتکار غرب و هم از قطب دیکتاتور شرق بهتر است و آرزوهای انسانی خلق را بهتر انجام می‌دهد. و وصیت من به گروه‌های مسلمان که از روی اشتباه به غرب و احیاناً به شرق تمایل نشون می‌دهند و از منافقان که اکنون خیانتشون معلوم شد گاهی طرفداری می‌کردند و به مخالفان بدخواهان اسلام از روی خطا و اشتباه گاهی لعن می کردند و طعن می زدند، آن است که بر سر اشتباه خود پافشاری نکنند و با شهامت اسلامی به خطا خود اعتراف و با دولت و مجلس و ملت مظلوم برای رضای خداوند همصدا و هم مسیر شده و این مستضعفان تاریخ را از شر مستکبران نجات دهید. و کلام مرحوم مدرس اون روحانی متعهد پاک سیرت و پاک اندیشه را به خاطر بسپرید که در مجلس افسرده اون روز گفت: اکنون که باید از بین برویم، چرا با دست خود برویم؟ من هم امروز به یاد اون شهید راه خدا به شما برادران مؤمن عرض می کنم: اگر ما با دست جنایتکار آمریکا و شوروی از صفحه روزگار محو شویم و با خون سرخ شرافتمندانه با خود و با خون سرخ شرافتمندانه با خدای خیش ملاقات کنیم، بهتر از آن است که در زیر پرچم
ارتش سرخ شرق و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم و این سیره و طریقه انبیاء اعظام و ائمه مسلمین و بزرگان دین مبین بوده است و ما باید از اون تبعیت کنیم و باید به خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهند بدون وابستگی ها زندگی کنند می توانند و قدرتمندان جهان بر یک ملت نمی توانند خلاف ایده آنان را تحمیل کنند. از افغانستان عبرت باید گرفت. با اون که دولت قاسب به احزاب چپی با شوروی بوده و هستند تا کنون نتوانستند توده های مردم را سرکوب کنند. علاوه بر این اکنون ملت های محروم جهان بیدار شده اند و طولی نخواهد کشید که این بیداری ها به قیام و نهضت و انقلاب خواهد انجامید و خود را از تحت سلطه اسلامگران مستکبر نجات خواهند داد. و شما مسلمانان پایبند به ارزش های اسلامی و شما مسلمانان پایبند به ارزش های اسلامی میبینید که جدایی و انقطاع از شرق و غرب برکات خود را دارد نشان میدهد و مغزهای متفکر بومی به کار افتاده و به سوی خودکفایی پیشروی میکند. و اون چه کارشناسان خائن غربی و شرقی برای ملت ما محال جلوه میداد میدادند امروز به طور چشمگیری با دست و فکر ملت انجام گرفته و ان شاء الله تعالی در دراز مدت انجام خواهد گرفت. و صد افسوس که این انقلاب دیر تحقق پیدا کرد و لااقل در اول سلطنت جابرانه کثیف محمد رضا تحقق نیافت و اگر شده بود ایران غارت زده غیر از ایران بود، غیر از این ایران بود. و وصیت من به نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و اشکال تراشان و صاحب عقدگان آن است که به جای اون که وقت خود را در خلاف مسیر جمهوری اسلامی صرف کنید و هرچه تمون دارید در بدبینی و بدخواهی و بدگویی از مجلس و دولت و سایر خدمتگزاران به کار برید و با این عمل کشور خود را به سوی ابرقدرت‌ها سوق دهید، با خدای خود یک شب خلوت کنید و اگر به خداوند عقیده ندارید با وجدان خود خلوت کنید و انگیزه باطنی خود را که بسیار می شود خود انسان ها از آن بیخبرند بررسی کنید. ببینید آیا با کدام معیار و با چه انصاف خون این جوانان قلم قلم شده را در جبهه ها و شهرهایی در جبهه ها و شهرها نادیده می گیرند و با ملتی که می خواهد از زیر بار ستمگران و غارتگران خارجی و داخلی خارج شود و استقلال و آزادی را با جان خود و فرزندان عزیز خود به دست آورد و با فداکاری می خواهد آن را حفظ کند به جنگ اعصاب برخواستند و به اختلاف انگیزی و توطئه های خائنانه دامن می زنید و راه را برای مستکبران و ستمگران باز می کنید. آیا بهتر نیست که با فکر و قلم و بیان خود دولت و مجلس و ملت را راهنمایی برای حفظ میهن خود نمایید؟ آیا سزاوار نیست که به این ملت مظلوم محروم کمک کنید و با یاری خود حکومت اسلامی را استقرار دهید؟ آیا این مجلس و رئیس جمهور و دولت و قوه قضایی را از اون چه در زمان رژیم سابق بود بدتر می دانید؟ آیا از یاد برده اید ستمهایی که اون رژیم لعنتی بر این ملت مظلوم بی پناه روا می داشت؟ آیا نمی دانید که کشور اسلامی در اون زمان یک پایگاه نظامی برای آمریکا بود و با اون عمل یک مستعمره می کردن و از مجلس تا دولت و قوای نظامی در قبضه آنان بود و مستشاران و صنعتگران و متخصصان آنان با این ملت و ذخایر اون چه می کردن؟ آیا اشاعه فحشا در سراسر کشور و مراکز فساد از اشتدکده ها و قمارخانه ها و میخانه ها و مغازه های مشروب فروشی و سینما ها و دیگر مراکز که هر یک برای تباه کردن نسل جوان عاملی بزرگ بود از خاطرتان محو شده؟ آیا رسانه های گروهی و مجلات سراسر فسادانگیز و روزنامه های اون رژیم را به دست فراموشی سپرده اید و اکنون که از اون بازارهای فساد اثری نیست برای اون که در چند دادگاه یا چند جوان که شاید اکثر از گروه های منحرف نفوذ کرده و برای بدنام نمودن اسلام و جمهوری اسلامی کارهای انحرافی انجام میدهند و کشتن عده‌ای که مفسد فی الارض هستند و قیام بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی میکنند شما را به فریاد درآورده و با کسانی که با صراحت اسلام را محکوم میکنند و بر ضد اون قیام مسلحانه یا قیام با قلم و زبان که اسفناکتر از قیام مسلحانه است نمودهاند پیوند میکنید و دست برادری میدهید و آنان را که خداوند محدور و دم فرموده نور چشم میخوانید و در کنار بازیگرانی که فاجعه 14 اسفند را برپا کردند و جوانان بیگناه را با ضرب و شتم کوبیدند نشسته و تماشاگر معرکه میشوید
یک عمل اسلامی و اخلاقی است و تماشاگر معرکه می شوید، یک عمل اسلامی و اخلاقی است و عمل دولت و قوه قضاییه که معاندین و منحرفین و ملحدین را به جزای اعمال خیش می رسانند، شما را به فریاد در آورده و داد مظلومیت می زنید. من برای شما برادران که از سوابقتان تا حدی مطلع و علاقمند به بعضی از شما هستم متاسف هستم، نه برای آنان که اشراری بودند در لباس خیرخواهی و گرگهایی در پوشش چوپان و بازیگرانی بودند که همه را به یاد به باد بازی و مسخره گرفته و در صدد تباه کردن کشور و ملت به خدمت گذاری به یکی از دو قطب چپاولگر بودند، آنان که با دست پلید خود جوانان و مردان ارزشمند و علماء مربی جامعه را شهید نمودند و به کودکان مظلوم مسلمان رحم نکردند، خود را در جامعه رسوا و در پیشگاه خداوند قهار مخذول نمودند و راه بازگشت ندارند که شیطان نفس اماره بر آنان حکومت میکند. لکن شما برادران مؤمن با دولت و مجلس که کوشش دارد خدمت به محرومین و مظلومین و برادران سر و پا برهنه و از همه مواهب زندگی محروم نماید، چرا کمک نمیکنید و شکایت دارید؟ آیا مقدار خدمت دولت و بنیادهای جمهوری را با این گرفتاری ها و نابسامانی هایی که لازمه هر انقلاب است و جنگ تحمیلی با اون همه خسارت و میلیون ها آواره خارجی و داخلی و کارشکنی های بیرون از حد را در این مدت کوتاه مقایسه با کارهای عمرانی رژیم سابق نموده اید؟ آیا نمی دانید که کارهای عمرانی اون زمان اختصاص داشت تقریبا به شهرها، اون هم به محلات مرفه، و فقرا و مردمان محروم از اون بهره ای ناچیز داشته یا نداشتند و دولت فعلی و بنیادهای اسلامی برای این طایفه محروم با جان و دل خدمت میکنه؟ شما مؤمنان هم پشتیبان دولت باشید تا کارها زود انجام گیرد و در محضر پروردگار که خواه ناخواه خواهید رفت با نشان خدمتگذاری به بندگان او بروید. این مقدار یه قسمتی ظاهراً بریده شده، مرقوم فرمودن این مقدار بریده شده را خودم انجام دادم، زیرش هم امضا کردم. سین. یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است آن است که اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محروم کننده توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند، گرچه بعضی کش فهمان بی اطلاع از رژیم و حکومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده اند و باز هم دست بر نداشته اند که اسلام طرفدار بی مرز و حد سرمایه‌داری و یا مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج خیش از اسلام برداشت نموده اند چهره نورانی اسلام را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده که به اسلام بتازند و اون را رژیمی چون رژیم سرمایه‌داری غرب مثل رژیم آمریکا و انگلستان و دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند و با اتکال به قول و فعل این نادانان یا غرضمندانه و یا ابلهانه بدون مراجعه به اسلام شناسان واقعی با اسلام به معارضه برخواستند و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالفت و قائل به اشتراک می باشند، با اختلاف زیادی که دوره های قدیم تا کنون حتی اشتراک در زن و همجنس بازی بوده و یک دیکتاتوری و استبداد و کوبنده در بر داشته، بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت به احترام اون به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف که اگر به حق به اون عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به راه می افتد به عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است تحقق می‌یابد. در اینجا نیز یک دسته با کشفهمی‌ها و بی‌اطلاعی از اسلام و اقتصاد سالم آن در طرف مقابل دسته اول قرار گرفته و گاهی با تمسک به بعضی آیات یا جملات نهج البلاغه را موافق با مکتب‌های انحرافی مارکس و امثال او معرفی نموده‌اند و توجه به سایر آیات و فقرات نهج البلاغه ننموده و سر خود به فهم قاصر خود به پا خواسته و مذهب اشتراکی را تعقیب می‌کنند و از کفر و دیکتاتوری و اختناق کوبنده که ارزش‌ها را ارزش‌های انسانی را نادیده گرفته
به یک حزب اقلیت با توده‌های انسانی مثل حیوانات عمل می‌کنند، حمایت می‌کنند. وصیت من به مجلس و شورای نگهبان و دولت و رئیس جمهور و شورای قضایی آن است که در مقابل احکام خداوند متعال خاضع بوده و تحت تأثیر تبلیغات بی محتوای قطب ظالم چپاولگر سرمایه‌داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی واقع نشوید و به مالکیت و سرمایه‌های مشروع و حدود اسلامی احترام گذارید و به ملت اطمینان دهید تا سرمایه‌ها و فعالیت‌های سازنده به کار افتند و دولت به کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برساند و به ثروتمندان و پولداران مشروع وصیت می‌کنم که ثروت‌های عادلانه خود را به کار اندازید و به فعالیت سازنده در مرازع، مزارع و روستاها و کارخانه‌ها برخیزید که این خود عبادتی ارزشمند است و به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می‌کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و خانخانی در رنج و زحمت بودند و چه نیکوست که طبقات تمکندار به طور داوطلب برای زاغه و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است و از انصاف دور است که یکی بی خانمان و یکی دارای آپارتمان باشد. این وصیت این جانب با اون طایفه از روحانیون و روحانی نماها که با انگیزه های مختلف با جمهوری اسلامی و نهادهای اون مخالفت می کنند و وقت خود را وقف براندازی اون می نمایند و با مخالفان توطئه‌گر و بازیگران سیاسی کمک و گاهی به طوری که نقل می شود با پولهای گزافی که از سرمایه داران بیخبر از خدا دریافت برای این مقصد می کنند کمک های کلان می نمایند، آن است که شماها طرفی از این غلطکاری ها تا کنون نبسته و بعد از این هم گمان ندارم ببندی. بهتر آن است که اگر برای دنیا به این عمل دست زده اید و خداوند نخواهد گذاشت که شما به مقصد شوم خود برسید، تا در توبه باز است از پیشگاه خداوند عذر بخواهید و با ملت مستمند مظلوم همصدا شوید و از جمهوری اسلامی که با فداکاری های ملت به دست آمده حمایت کنید که خیر دنیا و آخرت در آن است، گرچه گمان ندارم که موفق به توبه شد. و اما به اون دسته که از روی بعض اشتباهات یا بعضی خطاها چه عمدی و چه غیر عمدی که از اشخاص مختلف یا گروه ها صادر شده و مخالف با احکام اسلام بوده است با اصل جمهوری اسلامی و حکومت اون مخالفت شدید می کنند و برای خدا در براندازی اون فعالیت می نمایند و با تصور خودشان این جمهوری از رژیم سلطنتی بدتر یا مثل آن است، با نیت صادق در خلوات تفکر کنند و از روی انصاف مقایسه نمایند با حکومت و رژیم سابق و باز توجه نمایند که در انقلاب‌های دنیا هرج و مرج‌ها و غلط روی‌ها و فرصت طلبی‌ها غیر قابل اجتناب است و شما اگر توجه نمایید و گرفتاری‌های این جمهوری را در نظر بگیرید و از قبیل توطئه‌ها و تبلیغات دروغین و حمله مسلحانه خارج مرز و داخل و نفوذ غیر قابل اجتناب گروه هایی از مفسدان و مخالفان اسلام در تمام ارگان های دولتی به قصد ناراضی کردن ملت از اسلام و حکومت اسلامی و تازه کار بودن اکثر یا بسیاری از متصدیان امور و پخش شایعات دروغین از کسانی که استفاده های کلان غیر مشروع بازمونده یا استفاده از کسانی که از استفاده های کلان غیر مشروع بازمونده و یا استفاده آنان کم شده و کمبود چشمگیر قضات شرع و گرفتاری های اقتصادی کمرشکن و اشکالات عظیم در تصفیه و تحصیب متصدیان چند میلیونی و کمبود مردمان صالح کاردان و متخصص و ده ها گرفتاری دیگر که تا انسان وارد گود نباشد از اونها بیخبر است و از طرفی اشخاص قرزمند سلطنت طلب سرمایدار هنگفت که با رباخاری و سودجویی و با اخراج از و با اخراج ارز و گرانفروشی به حد سرسام‌آور و قاچاق و احتکار مستمندان و محرومان جامعه را تا حد هلاکت در فشار قرار داده و جامعه را به فساد می‌کشانند، نزد شما آقایان به شکایت و فریبکاری آمده و گاهی هم برای باور آوردن و خود را مسلمان خالص نشان دادن به عنوان سهم مبلغی می‌دهند و اشک تمساح می‌ریزند و شما را عصبانی کرده به مخالفت برمی‌انگیزانند
که بسیاری از آنان با استفاده های نامشروع خون مردم را میمکن و اقتصاد کشور را به شکست میکشن. این جانب نصیحت متواضعانه برادرانه میکنم که آقایان محترم تحت تأثیر این گونه شایع سازی ها قرار نگیرند و برای خدا و حفظ اسلام این جمهوری را تقویت نمایند و باید بدانند که اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد، به جای اون یک رژیم اسلامی دلخواه بقیت الله روحی فدا یا مطیع امر شما آقایان تحقق نخواهد پیدا کرد، بلکه یک رژیم دلخواه یکی از دو قطب قدرت به حکومت میرسد و محرومان جهان که به اسلام و حکومت اسلامی رو آورده و دل باختن مایوس میشوند و اسلام برای همیشه منزوی خواهد شد و شماها روزی از کردار خود پشیمان میشوید که کار گذشته و دیگر پشیمانی سودی ندارد. و شما آقایان اگر توقع دارید که در یک شب همه امور بر طبق اسلام و احکام خداوند تعالی متحول شود، یک اشتباه است و در تمام طول تاریخ بشر چنین معجزه‌ای روی نداده است و نخواهد داد. و اون روزی که انشاءالله تعالی مصلحه کل ظهور نماید، گمان نکنید که یک معجزه شود و یک روز عالم اصلاح شود، بلکه با کوشش ها و فداکاری ها ستمکاران سرکوب و منزوی می شوند. و اگر نظر شماها مثل نظر بعض عامی های منحرف آن است که برای ظهور آن بزرگوار باید کوشش در تحقق کفر و ظلم کرد تا عالم را ظلم فرا گیرد و مقدمات ظهور فراهم شود، فانا لله و انا الیه راجعون. وصیت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شماها نباید بنشینید و منتظر اون باشید که حکام و دستاندرکاران کشورتان با یا قدرت‌های خارجی بیایند و برای شما استقلال و آزادی را تحفه بیاورند. ما و شماها لااقل در این 100 سال اخیر که به تدریج پای قدرت‌های بزرگ جهان خوار و همه کشورهای اسلامی و سایر کشورهای کوچک باز شده است مشاهده کردیم، یا تاریخ‌های صحیح برای ما بازگو کردند که هیچ یک از دول حاکم بر این کشورها در فکر آزادی و استقلال و رفاه ملت‌های خود نبوده و نیستند، بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنان یا خود به ستمگری و اختناق ملت خود پرداخته و هر چه کرده اند برای منافع شخصی یا گروهی نموده یا برای رفاه قشر مرفه و بالانشین بوده و طبقات مظلوم کوخ و کفرنشین از همه مواهب زندگی حتی مثل آب و نان و قوت لایموس محروم بوده و اون بدبختان را برای منافع قشر مرفه و عیاش به کار گرفتند، و یا اون که دست نشاندگان قدرت‌های بزرگ بودند که برای وابسته کردن کشورها و ملت‌ها هر چه تمون داشتند به کار گرفته و با حیله‌های مختلف کشور را بازاری برای شرق و غرب درست کرده و منافع آنان را تأمین نمودند و ملت‌ها را عقب مونده و مصرفی بار آورده. اکنون نیز با این نقشه در حرکتند و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان به پا خیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرت‌ها و عمال سرسپرده آنان نترسید و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم می کنند از کشور خود برانید و خود به طبقات خدمتگزار متعهد زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پر افتخار اسلام مجتمع و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری‌های آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن همه مستکبران جهان را به جای خود خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت عرض خواهید رساند، به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است. صاد. یک مرتبه دیگر در خاتمه این وصیت نامه به ملت شریف ایران وصیت می‌کنم که در جهان حجم تحمل زحمت‌ها و رنج‌ها و فداکاری‌ها و جان‌ناسی‌ها و محرومیت‌ها مناسب حجم بزرگی مقصود و ارزشمندی و علو رتبه آن است. اون که
اون چه که شما ملت شریف و مجاهد برای اون به پا خواستید و دنبال میکنید و برای اون جان و مال نزال کرده و میکنید والاترین و بالاترین و ارزشمندترین مقصدی است و مقصودی است که از صدر عالم در ازل و از پس این جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد و اون مکتب الوهیت به معنای وسیع آن و ایده توحید با ابعاد رفیع آن است که اساس خلقت و غایت آن در پهناور وجود و در درجات و مراتب غیب و شهود است و اون در مکتب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و اون در مکتب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به تمام معنا و درجات و ابعاد متجلی شده و کوشش تمام انبیاء اعظام علیهم سلام الله و اولیاء معظم سلام الله علیهم برای تحقق اون بوده است و راهیابی به کمال مطلق و جلال و جمال بی‌نهایت جز با آن میسر نگردد. آن است که خاکیان را و راهیابی به کمال مطلق و جلال و جمال بی‌نهایت جز با آن میسر نگردد، آن است که خاکیان را بر ملکوتیان و برتر از آنان شرافت داده و اون چه برای خاکیان از سیر در آن حاصل می شود برای هیچ موجودی در سراسر خلقت در سر و علن حاصل نشود. شما ای ملت مجاهد در زیر پرچمی می روید که در سراسر جهان، جهان مادی و معنوی در اهتزاز است. بیابید آن را یا نیابید، شما راهی را می روید که تنها راه تمام انبیاء علیهم السلام و یک تا راه سعادت مطلق است. در این انگیزه است که همه اولیاء شهادت را در راه آن با آغوش می کشند و مرگ سرخ را احلا من العسل می دانند و جوانان شما در جبهه ها جرعه از آن را نوشیده و به وجد آمده اند و در مادران و خواهران و پدران و برادران آنان جلوه نموده و ما باید به حق بگوییم یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. گوارا باد بر آنان اون نسیم دلارا و اون جلوه شورانگیز و باید بدانیم که ترفی از این جلوه در کشتزارهای سوزان و در کارخانه های توان فرسا و در کارگاه ها و در مراکز صنعت و اختراع و ابداع و در ملت به طور اکثریت در بازارها و خیابانها و روستاها و همه کسانی که متصدی این امور برای اسلام و جمهوری اسلامی و پیشرفت و خودکفایی کشور به خدمتی مشغول دار اشتغال دارند جلوه‌گر است و تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است، کشور عزیز از آسیب دهر انشاءالله تعالی مسون است و الحمدلله تعالی حوزه های علمیه و دانشگاه ها و جوانان عزیز مراکز علم و تربیت از این نفحه الهی غیبی برخوردارند و این مراکز در بست در اختیار آنان است و به امید خدا دست تبهکاران و منحرفان از اونها کوتاه و وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال با همه ابعادش به پیش و بی تردید دست خدا با شماست. اگر شما در خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی کشور اسلامی به روح تعاون ادامه دهید و این جانب با اون که در ملت عزیز از بیداری و هوشیاری و تعهد و فداکاری و روح مقاومت و صلابت در راه حق می‌بینم و امید آن دارم که به فضل خداوند متعال از این معانی انسانی به اعقاب ملت منتقل شود و نسلا بعد نسل بر اون افزوده گردد، با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کند. با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا
از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جوی سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد. و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرند و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. در زیر این وصیت‌نامه یه 29 صفحه‌ای و مقدمه چند مطلب را تذکر می‌دهم. من عرض کنم خدمت آقایون این 29 صفحه وصیت‌نامه است، 5 صفحه اون مقدمه بود که خونده شد، در پایان همه صفحات هم بدون استثناء امام امضا فرمودن، این رو در آخرش اضافه کردن که حالا بخونیم ببینیم چیه. صفحه 30 این: بسم الله تعالی. در زیر این وصیت نامه 29 صفحه‌ای و مقدمه چند مطلب را تذکر می‌دهم. 1. اکنون که من حاضرم بعضی نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود. و ممکن است پس از من در حجم اون افزوده شود. لحاظا عرض می کنم اون چه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست مگر اون که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم. 2. اشخاص در حال حیات من ادعا نموده اند که اعلامیه های این جانب را می نوشتند. این مطلب را شدیداً تکذیب می کنم. تا کنون هیچ اعلامیه ای را غیر شخص خودم تهیه نکرده است. 3. از قرار مذکور بعضی ها ادعا کرده اند که رفتن من به پاریس به وسیله آنان بوده. این دروغ است. من پس از برگرداندنم از کویت با مشورت احمد پاریس را انتخاب نمودم، زیرا در کشورهای اسلامی احتمال راه ندادن بود. آنان تحت نفوذ شاه بودند ولی پاریس این احتمال نبود. 4. من در مدت نهضت به انقلاب به واسطه سالوس و اسلام نمایی بعض افراد ذکری از آنان کرده، من در طول مدت نهضت به انقلاب به واسطه سالوس و اسلام نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده و تمجیدی نمودم که بعد فهمیدم از دغلبازی آنان اغفال شدند. اون تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می نمایاندند و نباید از اون
از اون از اون مسائل و نباید از اون مسائل سوء استفاده شود و میزان در هر کس حال فعلی اوست. زیرش هم امضا فرمودن روح الله الموسوی الخمینی.